حجت ابن الحسن المهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف باد، خدمت بینندگان محترم شبکه مقدسه جهانی اهل بیت علیهم الصلاة والسلام عرض سلام و ارادت و تحیت داریم. السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. پروردگار عالم را به حق اهل بیت علیهم الصلاة والسلام سوگند می دهیم و از ذات اقدس او مسئلت می نماییم که پروردگار عالم قلوب ما را پر از نور محبت امیر المؤمنین علیه الصلاة والسلام و نور مودت آن سرور عظیم الشأن و نور معرفت ایشان و معرفت اوصیاء طاهرین ایشان صلوات الله علیهم اجمعین بفرماید. پروردگار عالم را سوگند می دهیم که به حق اهل بیت علیهم الصلاة والسلام قلوب ما را پر از نور محبت و نور معرفت حضرت ولی عصر حضرت امام زمان علیه الصلاة والسلام بفرماید. و پروردگار عالم ما را از شیعیان مخلص خاندان عصمت و طهارت و از منتظرین واقعی حضرت ولی عصر علیه السلام و از انصار راستین ایشان قرار بدهد. و پروردگار عالم بین ما و اهل بیت اطهار علیهم الصلاة والسلام در دنیا و آخرت جدایی نیفکند. و پروردگار عالم ما را و ذریه ما را تا روز قیامت بر راه پیروی و اتباع از اهل بیت علیهم الصلاة والسلام استوار و پایدار نگه بدارد. و پروردگار عالم گناهان ما را مغفرت بفرماید. و پروردگار عالم اموات ما را ببخشد و بیامرزد و شفاعت اهل بیت علیهم السلام را نصیب ما و اموات ما و ذریه های ما بفرماید و ما را از اهل جنت و اهل بهشت قرار بدهد. و پروردگار عالم خیرات دنیا و آخرت را نصیب ما بفرماید. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم و لعن عدوهم. پروردگار عالم را سوگند می دهیم به حق حبیبش حضرت خاتم الانبیا صلی الله علیه و آله و سلم و به حق برادر از جان عزیزتر ایشان حضرت امیر المؤمنین علیه الصلاة والسلام و به حق دختر عرش اختر ایشان صدیقه طاهره سلام الله علیها و به حق گل بستان ایشان و تاج سر ایشان و میوه دل ایشان حضرت امام مجتبى علیه الصلاة والسلام و به حق نور دو عین ایشان و میوه دل ایشان و تاج سر ایشان حضرت ابی عبدالله سید الشهداء امام حسین علیه الصلاة والسلام و به حق نه امام معصوم از ذریه طیبه و طاهره آنها و بالاخص به حق عظیم و به حق بی‌نهایت و به حق مقدس حضرت ولی عصر علیه الصلاة والسلام که اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل لولیک الفرج. اللهم عجل لولیک الفرج. اللهم عجل لولیک الفرج. اللهم عجل لوليك الفرج. اللهم عجل لوليك الفرج. پروردگارا فرج حضرت ولی عصر علیه السلام را برسان، به ایشان اذن قیام عنایت بفرما، کمر دشمنان ایشان را بشکن و پروردگارا حوائج ایشان را برآورده به خیر بفرما، بلیات را از ایشان دور بفرما. پروردگارا به ایشان نصرت و پیروزی سهل و آسان، غلبه و پیروزی بر دشمنان ایشان به صورت با شوکت و با عزت هر چه سریعتر عنایت بفرما. پروردگارا عدد شیعیان ایشان را بیشتر بگردان و پروردگارا به آنها توفیق اطاعت و فرمانبرداری و وفاداری کامل و امام عصر علیه السلام عنایت بفرما. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم و لعن عدوهم. بینندگان محترم، خداوند متعال به شما سلامتی و عافیت عنایت بفرماید. بحث ما پیرامون ادله جواز انقلاب بود و عرض شد خدمت شما که ما در بین ادله کسانی که قائل به انقلاب هستند و جواز خروج بر سلاطین جائره هستند تفحص کردیم و در بین کلام آنها دلیلی که دلالت بکند بر جواز قیام بر علیه سلاطین جائره نیافتیم. و از اول مبنای بحث ما بر دو بود،
بر دو ام بر این ترتیب بود که اول ما ادله جواز قیام را بررسی میکنیم و بعد ادله منع قیام. ادله جواز قیام بررسی شد بینندگان عزیز، امر خروج بر ولات و امر قیام بر ولات امری بود که در زمان ائمه هدا علیهم الصلاة و السلام مطرح بود و امیر المؤمنین علیه الصلاة و السلام خود ایشان از مهاجرین و انصار نصرت خواستند تا بر علیه حاکمان جور قیام بنمایند. و در زمان بقیه ائمه اطهار علیهم الصلاة و السلام مطرح بود، لذا این امری نبود که در آن زمان طرح نشده باشد. و بالاخص در زمان حضرت امام صادق علیه السلام و امام کاظم علیه السلام و امام رضا علیه السلام قیام‌های مکرر در گوشه و کنار توسط بنی هاشم و علویین برپا می شد، لذا این امور مطرح بود و ائمه هدا علیهم السلام در برابر قیام ها چه موقفی داشتند، بینندگان محترم ما هیچ دلیلی پیدا نکردیم که دلالت بر جواز بکند، بلکه ادله خیلی زیاد دلالت بر منع نموده و ما این ادله را انشاءالله خدمت شما به عرض می رسانیم. لذا بینندگان محترم، اگر انقلاب نمودن و قیام نمودن بر علیه سلطان جائر امر ممدوحی می بود و امر جائزی می بود، ادله آن قطعا مخفی نمی ماند و در این شبها ما اینقدر تحدی نمودیم و دعوت نمودیم از جماعت دجالیه که یک دلیل ذکر کنند برای صحت انقلاب خودشان و مشروعیت انقلاب خودشان، یک دلیل از این جماعت نه شما شنیدید و نه ما شنیدید. بینندگان محترم، اما ادله منع قیام و منع بپاخیزی بر علیه سلاطین جائره در کلام اهل بیت علیهم السلام زیاد هست. و اما بینندگان محترم، این به این معنا نیست که سلاطین جائر انسانهای خوبی هستند، نه، این به خاطر این است که اهل بیت علیهم السلام قیام کننده را معرفی نمودند و فرمودند که شیعیان معذب هستند از برای آن قیام کننده منتظر بمانند و بر ایشان پیشی و سبقت نجویند. و احادیث در این باب و احادیث هم احادیث صحیحه در کتب معتبره زیاد هست بینندگان محترم که منع شده از قیام. لذا بینندگان محترم، انسان شیعی باید پیش خودش فکر بکند و پیش خودش بسنجد که آیا او خودش را پیرو اهل بیت علیهم السلام میداند یا نمیداند، آیا او خودش را ملزم به اطاعت از 12 امام علیهم السلام میداند یا نمیداند. اگر 12 امام ما صلوات الله علیهم اجمعین معصوم هستند و حجج پروردگار عالم هستند و خلفاء ذات اقدس خالق زمین و آسمان و جانشینان بر حق حضرت سید الانبیا صلی الله علیه و آله و سلم هستند، بینندگان محترم، اطاعت از آنها واجب هست و پیروی از کلام آنها لازم و ضروری و شرط ایمان، بلکه تمام ایمان هست. و کسی که پیروی از 12 امام علیهم السلام نکند، علی الاقل او فاسق هست و فاسد هست و فاجر هست. و کسی که خودش را ملزم نداند به پیروی از ائمه هدا علیهم السلام و اطاعت آنها را بر خود واجب نداند، او خارج از حلقه ایمان بلکه بیرون از حقیقت اسلام می باشد. اگر او متجاهر بالکفر نباشد، باطن او و حقیقت او قطعا کافر هست.
لذا بینندگان محترم، اگر ائمه خدا علیهم الصلاه و السلام واجب الطاعه هستند و واجب الاتباع هستند و پادشاهان کشور ایمان هستند و راه نمایان راه نجات و سعادت هستند، فرمان آنها میزان حق و باطل هست و انسان شیعی اگر سعادت می طلبد و اگر او صرف رازی دنیا و سرخروی آخرت را جویا می باشد، باید که اطاعت و پیروی و فرمان برداری از کلام ائمه هدا علیهم الصلاة و السلام بنماید. وقتی در کلام ائمه علیهم الصلاة و السلام یک دلیل پیدا نشد بر جواز خروج، بلکه ادله زیادی کما این که ما برای شما نشان خواهیم داد دلالت می کند بر منع بر خروج و قیام بر علیه سلطان جائر و سلطان فاسق، بینندگان محترم، پس موقف تشیع و موقف مذهب اهل بیت علیهم الصلاة و السلام در اینجا آشکار و جلی و روشن است. و وقتی این موقف آشکار و روشن شد و آن عبارت است از عدم صحت قیام و خروج، بینندگان محترم، انقلاب ایران مشروعیت آن از دیدگاه فقه اهل بیت علیهم الصلاة و السلام کاملا واضح و روشن می شود که این خیزش آقای خمینی هیچ گونه مبنای شرعی و مصحح شرعی که به آن مشروعیت عطا بکند ندارد و اصلا از فکر شیعی بر نخواسته. و شما در بین کلام های آقای خمینی هم که نگاه بکنید این مطلب، بینندگان محترم من، استدلالی که برای انقلاب بکند و از بخواهد از راه اهل بیت علیهم السلام را ثابت بکند نمیابید. کلام های او کلام های که به اصطلاح امروز میگویند کلام های پوپولیستی، کلام هایی که برای بازی دادن عوام الناس و فریب دادن عوام الناس، سیاستدان ها و سیاستمدار ها استفاده میکنند، از آن قبیل می باشد. علی کل حال الان وقت بررسی کلام های آقای خمینی نیست بینندگان محترم، اما ادله منع قیام تا ظهور سفیانی و شنیدن صیحه از آسمان در احادیث اهل بیت علیهم الصلاة و السلام زیاد است. دلیل اول و حدیث اول را که من خدمت شما ذکر میکنم حدیث صحیحی هست و سند آن هیچ گونه اشکالی ندارد و قبلا آن را هم خدمت شما نشان دادم. من این حدیث را خدمت شما نشان میدهم، وجه دلالت آن را بر مقصود و مدعا بیان میکنم و ان شاء الله العزیز اون وقت رد جماعت دجالیه را هم بر این حدیث بیان میکنم و اون وقت ان شاء الله العزیز خواهیم دید که آیا مناقشه جماعت دجالیه وارد هست یا نیست. این کتاب شریف روضه کافی هست که توسط مرحوم فقه الاسلام کلینی قدس الله نفسه الزکیه تألیف شده، جزء ثامن طبع دارالکتب الاسلامیه. در این کتاب دوستان عزیز بیننده صفحه 264 صفحه حدیث 381 روایت میکند به سند متصله صحیح علی ابن ابراهیم قمی رضوان الله تبارک و تعالی علیه که ایشان ثقه هستند و جلیل هستند و امامی هستند، از پدرشان ابراهیم ابن هاشم قمی که از بزرگان شیعه هستند و ثقه هستند و جلیل هستند و امامی و صحیح مذهب هستند و از کسانی بودند از اهل علم کوفه و از بزرگان شیعه در عصر خودش که از کوفه هجرت کردند و آمدند در قم و در آنجا به نشر معارف پرداختند. و ایشان روایت میکنند از صفوان ابن یحیای بجلی کوفی که امامی هستند و ثقه هستند و یکی از اصحاب اجماع هستند و درباره ایشان علما ذکر کردند لا یروی الا عن ثقه، که بجز از ثقه از کسی دیگر روایت نمی کند.
و ایشان روایت می‌فرماید از عیس ابن قاسم بجلی کوفی که ایشان هم جلیل هستند و صحیح المذهب هستند. قال سمعت ابا عبد الله علیه السلام یقول، عیس ابن قاسم بجلی کوفی میگوید نشستم، من شنیدم از خود ذات مقدس حضرت امام صادق علیه السلام، علیکم بتقوى الله وحده لا شریک له، بر شما باد که تقوای پروردگار وحده لا شریک را مراعات بکنید، وانظروا لانفسکم، و حال دلتان را به حال خودتان بسوزانید، وانظروا لانفسکم، دلتان را به حال خودتان بسوزانید. بله. فوالله ان الرجل ليكون له الغنم فيها الراعي فاذا وجد رجلا هو اعلم بغنمه من الذي هو فيها يخرجه ويجيء بذلك الرجل الذي هو اعلم بغنمه من الذي كان فيها. اگر انسانی یک گله گوسفندی داشته باشد و یک چوپانی داشته باشد، بعد یک چوپان دیگر بهتر از آن چوپان پیدا بکند، اون چوپان قبلی را اخراج می کند، این چوپان دومی که داناتر و خوبتر هست او را می آورد که این چوپان از گله های گوسفند او حفاظت بکند. این انس مراعات اهل دنیا هست برای گوسفندانشان، شما برای جان خود دلتان را بسوزانید، از چه کسی پیروی می کنید؟ والله لو كانت لأحدكم نفسان يقاتل بواحدة يجرب بها ثم كانت الأخرى باقية فعمل على ما قد استبان لها ولكن له نفس واحدة إذا ذهبت فقد والله ذهبت التوبة. در زمان امام صادق عليه الصلاة والسلام قيام های متعدد واقع شد، قيام زيد و قیام یحیی ابن زید، و در زمان ایشان قیام محمد ابن عبدالله محض واقع شد و برادر او ابراهیم ابن عبدالله محض. اینها از قیام های معروفی بودند که در زمان امام صادق علیه السلام مطرح شدند و اینها کسانی بودند از سادات. خب زید فرزند امام زین العابدین علیه السلام هست و از اون طرف عبدالله محض فرزند حسن مصنع نوی امام حسن مجتبی علیه السلام است. اینها همواره به خاطر اینها که اینها سید بودن و فرزندان ائمه علیه السلام بودن، شیعیان ساده را گول می زدند و شیعیان بیچاره را اینها را گمراه می کردند، می گفتند که امام آن کسی هست که با شمشیر قیام بکند، امام صادق علیه السلام کمی کتابها بلده، دیگر ز علم امامت ندارم، ما امام هستیم، فلانی امام هست، بیایید بیعت بکنید. و شیعیان ساده خیلی از اونها با اینها را می افتادند و همچنین عوام الناس، عوام الناس یعنی جماعت عمریه هم از اینها خیلی حمایت می کردند، از این انقلابیون و علمای عامه با انقلابیون علویین بودند. بینندگان محترم، لذا امام صادق علیه السلام در عصر اون شورش ها واقع می شد و بالخصوص که این راوی کوفی هست و مردم کوفه مکرر مورد طلب کمک از علویین واقع می شد و علویین خیلی از اونها که قیام کردن از کوفه قیام کردن، مانند زید و بعد از آن بله محمد ابن ابراهیم طباطبا، زید النار، وقیه، اینها و خیلی از دیگران اینها از کوفه قیام کردن و از مردم کوفه اینها طلب نصرت میکردن. لذا به اینها خطاب میکند که اینهایی که میآیند که شما گویند ما امام هستیم، بیایید قیام بکنید. اگر شما دو نفس داشتید، اگر شما دو زندگی داشتید، در یک بار برید بجنگید و کشته بشید برای شخص فلانی و اون وقت برای شما روشن میشود اون فلانی وای بر حق بوده یا بر حق نبوده، در زندگی دومتان اون وقت بیایید درست زندگی بکنید و بعد از اون تجربه‌ای که حاصل شده از امام برحق اطاعت بکنید در زندگی دومتان. اگر اینطوری بود قیام شما با این انقلابی ها وجهی داشت، اما اینطوری نیست، شما فقط یک زندگی دارید. اذا ذهبت فقد والله ذهبت التوبه، وقتی که این زندگی شما سرآمد دیگر
خداوند دیگر توبه را هم قبول نمی کند. از انسانهای شما پیروی می کنید، انسانهای فاسد، انسانهایی که مطیع ما نیستند، آمدن می خواهند قیام بکنند. فانتم احق ان تختاروا لانفسكم، پس شما سزاوار هست، خیلی بجا هست که شما برای خودتان انتخاب بکنید. اون راهی که حق هست، راه سعادت هست، راه نجات هست. همان طوری که انسان یک گله گوسفند دارد، برای اون گله گوسفندان خود اون چوپان بهتر را انتخاب میکند، شما هم برای سعادت ابدیتان، برای دینتان، ایمانتان، برای بهشت پروردگار عالم، برای روز جزا، اون راه بهتر را باید انتخاب بکنید. ان اتاکم آت منا فانظروا علی ای شیء تخرجون، اگر از بجانب شما کسانی از ما خاندان می آیند، مثلا فرزندان زید می آید، فرزندان عبدالله محض می آیند، دیگران می آیند از شما دعوت می کنند که بیایید قیام بکنید. پس نگاه بکنید که چرا قیام بکنید. اون کسی که امام شما هست، هر کسی که از خاندان عصمت بود، هر کسی که نوه امام علیه السلام بود، او لازم نیست شما حرف او را گوش بکنید. آیا او امام هست یا نیست؟ بله، اگر امام بود حرفش را گوش کنید، اگر امام نیست نه. اگر امام نیست بله، اصلا طاعت از او لازم نیست، اگر بالخصوص که حرف او مخالف حرف امام علیه السلام باشه، گوش نکنید حرف او را. فانظروا علی ای شیء تخرجون، پس کسی که میآید شما را دعوت میکند، از بنی هاشم که بیایید، از علویین که بیایید قیام بکنیم، نگاه کنید که به خاطر چی میخواید قیام بکنید. ولا تقولوا خرج زید، و نگویید که زید چون قیام کرده و زید آدم جلیلی بوده، پس ما هم مثل زید بیاییم قیام بکنیم. فان زیدا کان عالما و کان صدوقا، زید عالم بود و زید راستگو بود. ولم يدعكم الى نفسه، انما دعاكم الى الرضا من آل محمد عليهم الصلاة والسلام ولو ظهر لوفى بما دعاكم اليه. زید عالم بود و راستگو بود و مردم را به امامت خود دعوت نکرد، مردم را دعوت کرد به سوی رضا من آل محمد عليهم الصلاة والسلام. اون کسی رضا من آل محمد عليهم الصلاة والسلام لقبی هست که انقلابیون استفاده می کردن، بنی عباس استفاده کرد، زید استفاده کرد و دیگران هم از این لقب زیاد استفاده کردن، از انقلابیون علویین، که ما حکومت را به اون کسی که آل محمد علیه مسلات و السلام از اونها بهترین باشه، خوبترین باشه، آل محمد علیه مسلام بر او راضی بشوند و او خواهیم داد حکومت. زید بله، مردم را دعوت می کرد به امامت رضا من آل محمد علیهم الصلاة والسلام. و اگر ولو ظهر لوفا بما دعاكم الیه، و اگر پیروز می شد، وفا می کرد به اون چیزی که دعوت کرده، و آن بله رضا من آل محمد علیهم السلام بود. انما خرج الى سلطان مجتمع لینقذه، بله زید به سوی یک حکومت منسجم، بر علیه یک حکومت منسجم قیام کرد که اون حکومت منسجم را فرو بپاشاند، و اون حکومت قوی بود، حکومت بنی امیه، و جناب زید شکست خورد. فالخارج منا اليوم الى اي شيء يدعوكم، امروز کسانی که انقلاب میکنن و خروج میکنن شما را به چه چیزی دعوت میکنن؟ الى الرضا من آل محمد علیهم السلام، دعوت میکنن به سوی اون کسی که شایسته هست از آل محمد علیه السلام، یعنی اون کسی که واقعا امام هست از آل محمد علیه السلام. فنحن نشهدكم، ما شما را شاهد میگیریم. انا لسنا نرضى به وهو يعصينا اليوم، ما به او راضی نیستیم در حالی که او امروز از ما حرف ما را گوش نمی کند. و این شاید اشاره باشد به همون محمد ابن عبدالله محض الارقط، بله محمد ارقد، محمد نفس زکیه، اشاره شاید به او باشه که او امروز حرف ما را گوش نمی کند، و برادران او، اون کسانی که با او بودن مانند عیسی ابن زید. ولیس معه احد و هو اذا کانت الرایات والالویت اجدر ان لا يسمع منا،
و امروز که با او کسی نیست، فرماندار نشده، حاکم نشده، پادشاه نشده، پیروز نشده، حرف ما را گوش نمی کند. فردا او که پیروز شد حرف ما را گوش می کند و از ما اطاعت می کند. پس او حرف او را گوش نکنید. دوستان عزیز بیننده، این مقدار از فقره که من قبلا هم خدمت شما خوانده بودم شاید به ظاهر به ذهن کسی خطور بکند که پس قیام زید مورد تأیید امام علیه السلام بوده. این دلالت بر آن ندارد که قیام زید امر مثبتی بوده و امام علیه السلام اذن داده. یگانه دلالتی که دارد این است که نیت زید صادقانه بوده، زید نیتش خوب بوده، اما این کارش آیا درست بوده یا نبوده این را دلالت بر آن ندارد. بلکه احادیث صحیحه از خارج ما به شما نشان دادیم که زید را ائمه هدی علیهم السلام منع کرده بودند و زید با آن قیام کرد. لذا نهایت چیزی که دلالت دارد این حدیث شریف که زید عالم بوده و زید صدوق بوده و نیتش هم خیر بوده. اما این که آدم عالم باشد و راستگو باشد و نیتش خیر باشد، این کافی نیست که کار آدم درست باشد. باید اون کار قیامی هم که میکرد زید، اون را هم اجازه اش را از ائمه علیهم السلام میگرفت و اگر منع کرده بودن قیام نمیکرد. این اولا. لذا این دلالت اینا سابقا هم گفتیم، حالا بعد مناسب بود که این تکرار میشد. و ثانیا شاید به ذهن کسی خطور بکند که امام علیه السلام مطلق خروج را اینجا منع نمی کند. اینجا قیام کسانی را منع می کند، اون کسانی که فاسد العقیده هستند، فاسد العمل هستند از علویین، که انسان هایی که وفا نخواهند کرد به وعده خود. امروز می گویند که بله ما حکومت را به رضا من آل محمد علیه السلام می سپاریم، فردا که پیروز شدن و حاکم شدن این کار را نخواهند کرد. لذا منع شده مردم از این که همچین انقلابی ها را و همچین شورشگر ها را نصرت نکنند، این نه به خاطر این که اصل شورش حرام هست، این به خاطر اینه که اینها انسان رهبران این شورش ها انسان های صالحی نبودند، و الا انسان های صالح اگر بخواهد شورش بکند و قیام بکند و دولتی تشکیل بدهد و امام علیه السلام از او این امید را داشته باشد که او به وعده خود عمل بکند، اونها این حدیث اجنبی از اونها هست، این اون را منع نمی کند. شاید به ذهن کسی این خطور بکند، بینندگان محترم، این هم فکر باطلی هست. و دلیل بر این که فکر باطلی هست ادامه حدیث، بینندگان محترم من: إلا من اجتمعت بنو فاطمة سلام الله عليها معه فوالله ما صاحبكم إلا من اجتمعوا عليه إذا كان رجب فأقبلوا على اسم الله عز وجل وإن أحببتم أن تتأخروا إلى شعبان فلا ضير وإن أحببتم أن تصوموا في أهاليكم فلعل ذلك أن يكون أقوى لكم وكفاكم بالسفياني علامة. بینندگان محترم، این حدیث شریف معنی کرده قیام را نه اینکه فقط اون قیام هایی که رهبران آنها انسان های فاسد العقیده و انسان هایی هستند که اهل تقوا و اطاعت نسبت به ائمه اطهار علیهم السلام نیستند. این حدیث شریف معنی کرده قیام ها را تا ظهور سفیانی. میفرماید الا من اجتمعت بنو فاطمه معه، اون کسی که امام شما هست و شما قیام میکند و شما باید او را نصرت بکنید، اون کسی هست که تمام فرزندان حضرت زهرا سلام الله علیها به نصرت او اجماع میکنند. بینندگان محترم، که تمام فرزندان حضرت زهرا سلام الله علیها دور او جمع میشوند، منظور از این کلام چیه؟ منظور از این کلام به نظر من اینه، این اشاره به رجعت دارد. یعنی این جمعی که اینجا حاضر بودند و امام علیه السلام با اونها صحبت می کند، این شیعیان رجعت را می دانستند و امام علیه السلام به اینها خبر داده بودند که در آخر الزمان وقتی که امام عصر علیه السلام قیام می فرمایند، اونجا مؤمنین خالص به دنیا رجعت می کنند در رکاب امام عصر علیه السلام، و ائمه هدی علیهم السلام اونها هم به دنیا تشریف میارن برای نصرت حضرت
امام عصر علیه السلام. لذا اون چیزی که من به احتمالش را اقوا می دانم در تفسیر این عبارت شریفه الا من اجتمعت بنو فاطمه معه، که اجماع بکنن، این اجماع تمام ذریه حضرت زهرا سلام الله علیها نیست، و این امر که تمام ذریه حضرت زهرا سلام الله علیها بیایند و تمام سادات محترم بیایند اجماع بکنن بر امامت امام زمان علیه السلام، امر بعیدی هست، امر بعیدیه، چون در بین زراری حضرت زهرا سلام الله علیها انسانهای منحرف، انسانهای بد، انسانهای فاسد العقیده، فاسد العمل، ظالم، اونها در گذشته هم بودن، در عصر ما هم هستن، و اینطوری که فورا قبل از امام عصر علیه السلام همه اینها خوب بشود، این خیلی بعیده، این خیلی بعیده، بلکه در روایات و احادیث آمده که قبل از ظهور امام عصر علیه السلام سادات عده‌ای از اونها کارهای ناشایسته و کارهای که شایسته خاندان عصمت و طهارت علیهم السلام و ضراری اونها نیز زیاد انجام میدن. لذا من به نظر من منظور اون نیست، منظور اینه صاحب شما آن کسی نیست الا من اجتمع الا مع من اجتمعت بنو فاطمه معه، اون کسی که تمام فرزندان حضرت زهرا سلام الله علیها دور او اجماع بکنن، دور او اجماع بکنن، دور او اجماع بکنن. بعد فوالله ما صاحبكم الا من اجتمع علی، اون کسی که قیام میکند و شما را از ظلم و از ستم دیدگی نجات میدهد و دنیا را پر از عدل و داد میکند و شیعیان را از مظلومیت بیرون می آورد و از دشمنان شما انتقام می گیرد، اون کسی هست که تمام فرزندان حضرت زهرا سلام الله علیها، منظور یعنی کی؟ ائمه هدا علیهم السلام با او هستن در عصر رجعت. یا منظور این باشه، منظور این باشه که چون در اون عصر، در عصر حضرت امام صادق علیه السلام یا امام کاظم علیه السلام یا امام رضا علیه السلام، انقلابیونی که قیام می‌کردند، اینها اینطوری نبود که تمام بنی هاشم با این انقلابیون باشند. مثلا همین فرزندان امام حسن مجتبی علیه السلام در حالی که یک عده خیلی از اینها خیلی کله اینها داغ بود و انقلابی بودند به صورتی که خودشان را با آتش می‌زدند، مانند محمد ابن عبدالله محض و پدر او عبدالله محض، در این حال در جان از همون خاندان اونها مثلا زید ابن الحسن المثنى، زید فرزند حسن المثنى از سران لشکر بنی عباس بود که به جنگ ارقط آمد، به جنگ محمد ابن عبدالله محض آمد و بعد حاکم مدینه شد از طرف منصور دوانیقی، و او همون زید ابن حسن المثنى بود که خانه امام صادق علیه السلام را آتش زد و جریانش در کتاب شریف اصول کافی آمده. لذا در اون زمان اینها در انقلابی گری اینها اختلاف زیاد بود، یک عده ای از اینها سرسپرده بودند به بنی عباس به حدی که از جانب بنی عباس برای همین جنگ پسران عم خود زید ابن الحسن المثنى عموی محمد ابن عبدالله محض بود، از سران همون لشکری که آمد به جنگ اینها در مدینه زید بود. خب یک عده با بنی عباس بودن، یک عده هم اینطوری انقلابی بودن، لذا اینها کسانی که شورش و انقلاب هم میکردن در بین علویین هم اینطوری نبود که همگی با اینها باشد. لذا امام علیه السلام به اینها میفرماید یکی از نشانی های امام عصر علیه السلام این است اون زمانی که ظهور میکند که بله که این چنین اختلاف نباشه در اون که در امامت او و در قیام او بین علویین همچنین اختلاف شدیدی وجود داشته باشه. حالا ببینیم دوستان عزیز بیننده که مرحوم علامه بزرگوار مجلسی در کتاب شریف مرآت العقول این عبارت را چگونه ایشان شرح کرده اند. بله ایشان
ایشون شرح نکرده. این کتاب مرآت العقول علامه مجلسی مجلد 26 هست، مجلد 26. بله. الى سلطان المجتمع اي في لذلك فلم يظفر قوله عليه السلام الا من اجتمع، اي لا تطيع الا من كان كذلك او لا ترضى الا بمن كان كذلك. بله. شان گفته که اطاعت نکنید مگر کسی که با او اجماع بشود، فرزندان فاطمه سلام الله علیها با او جمع بشوند. بله. او لا ترضا الا بمن کان کذلک. این ایشون زیاد توضیح نداده اینجا از این جمله، چون لازمه این کلام اینه که امام عصر علیه السلام وقتی ظهور بکنه تمام فرد ذریه حضرت زهرا سلام الله علیها از ایشان اطاعت بکنه. این بعیده که به ایشان اجماع بکنند که ایشان امام هست و باید ایشان اطاعت بکنیم. این بعیده. شاید همون منظور این باشه که فرزندان زهرا سلام الله علیها معصومین از فرزندان زهرا سلام الله علیها، اونهایی که در رجعت بر میگردن. الا ملا صالح مازندرانی چی گفته در شرح این عبارت؟ این شرح اصول کافی هست. بینندگان عزیز من، ایشان می‌فرماید که فوالله ما صاحبكم الا من اجتمع عليه من اجتمع عليه قد مر ان بني فاطمه والعلويون يلتجئون الى صاحب الزمان عليه السلام ويجتمعون عليه عند ظهوره. خب اگر اینطوری باشه دیگر، ایشون می‌فرماید که نه، منظور همینه که تمام علویین و ذریه حضرت زهرا سلام الله علیها اجماع میکنن بر امام عصر علیه السلام قبل ظهورشان. اگر اینطوری باشه پس همون معنای ظاهر کلمه هست. خیلی خوب، روزه کافی دوستان عزیز بیننده، صفحه 264. اذا كان رجب فاقبلوا على اسم الله عز وجل. وقتی که ماه رجب قبل ظهور امام زمان علیه السلام، که در ماه رجب صیحه از آسمان شنیده می شود، قبلا برای شما بیان کردم، اون وقت شما فاقبلوا به پیش بیایید، از خانه هایتان بیرون بیایید به نام خداوند متعال، علی اسم الله عز وجل، بسم الله بگویید و ماه رجب صیحه را که دیدید، بله، به سوی امامتان که در مکه ظهور می کند اونجا بروید تا انشاءالله از انصار ایشان باشید. وإن أحببتم أن تتأخروا إلى شعبان فلا ضير. وأجر ماه رجب كسيحة مشنيدي خروج نكونيد إشكالي ندر الزرار ندر ما شعبان رحم در خانه هايتان بمانيد ما شعبان رحم بمانيد زراري نكرديد. وإن أحببتم أن تصوموا في أعهاليكم. وأجر دوست داشتيد كدر ماه رمضان رحم در خانه هايتان بمانيد ان صالك علائم قطعيزه قطعی ظهور امام عصر علیه السلام پیدا می شود، در آن سال در ماه رمضان هم شما بله در خانه هایتان بمانید، حرکت نکنید. فلعل ذلك یکون اقوى لكم، پس چه بسا که اون برای شما بهتر باشد. یعنی بعد از این که علائم حتمی را شنیدید، سفیانی ظهور کرد، یمانی خراسانی بقیه ظهور کردن، صیحه از آسمان شنیده شد، ماه رجب این اتفاق افتاد، تا ماه رمضان هم در خانه هایتان بمانید و بله رمضان که تمام شد اون وقت حرکت بکنید. و کفاکم بالسفیانی علامه، و کافی هست از برای شما علامت سفیانی، که تا سفیانی ظهور نکرده از خانه هایتان حرکت نکنید و خروج نکنید و قیام نکنید. بینندگان محترم، و اون وقت هم که سفیانی ظهور کرد، نه این که شما مثلا قیام بکنید و خروج بکنید برای بر علیه سلاطین جور، گرچه آن هم شاید جایز باشد، اما منظور اینه اون زمان شما از خانتان حرکت بکنید برید به استقبال امام زمان علیه السلام در اون جاهایی که امام عصر علیه السلام لشکریان او بله شیعیان منتظر او هستند، ایشان در مکه ظهور میکنند، شما برید در مکه در اونجا بمانید.
قبل از در ماه رمضان که تمام شد ماه شوال برید اونجا بمانید تا امام عصر علیه الصلاة و السلام ظهور بفرمایند. اون وقت ظهور کردن، اون وقت قیام و خروجه. یا در روایت و احادیث آمده که امام عصر علیه السلام قبل از اینکه در مکه خروج بکنند، بله، در لشکر سید خراسانی خواهند بود و با اون لشکر سید خراسانی وارد ری می شوند و در ری یعنی تهران قتال خیلی شدیدی اونجا صورت می پذیرد. بعد وارد قم می شوند. وارد قم که شوند، بعد اون وقت از اهل قم عده زیادی را امام ایشان می کشند و زنهای اونها را به کنیزی می گیرند و بعد به طرف کوفه می روند و در کوفه اونجا لشکر سفیانی را از اونجا بیرون می کنند. ایشان که سفیانی داخل میشه، داخل عراق می شود، اگر بداه حاصل نشود در داخل شدن او در عراق و در اونجا در نجف اشرف و کوفه عده زیادی از شیعیان را می کشد سفیانی و اون وقت سفیانی را از اونجا بیرون می کند. شما مثلا ملحق بشید با اونها در اونجا، اون هم می توان گفت که اون هم درسته. اما خب اون چیزی که مهمه بینندگان عزیز اینه که امام علیه السلام در این حدیث شریف من کرده قیام را و خروج را تا کی؟ تا ظهور سفیانی. اینطوری نیست که فقط کسانی که آدم های فاسد العقیدهی که مانند عبدالله محمد ابن عبدالله محض و پدرش عبدالله محض که اینها شورش میکردن و قیام میکردن در عصر امام صادق علیه السلام، اینها را نصرت نکنید. فرموده که شما به خانه هایتان بمانید تا اون کسی که باید در رکاب او بجنگید و در رکاب او قیام بکنید او امام عصر علیه السلام هست و تا ظهور سفیانی شما بمانید. و این معنا دوستان عزیز من، این معنا که اینجا منع هست تا ظهور سفیانی، تا ظهور سفیانی، حالا کسی شاید بگوید که این حدیث گفته که صاحبکم، اون کسی که شما را نجات میدهد و اون کسی که شما را از ظلم نجات میدهد و از ستم نجات میدهد و امور شما را اصلاح میکند، امور عالم را اصلاح میکند، او نیست مگر همون کسی که این نشانی ها را دارد. فرزندان حضرت زهرا سلام الله علیها با ایشان اجماع میکنند و در ماه رجب علائم ظهور ایشان میآید و بعد سفیانی از علائم ظهور ایشان است. این اون را میگوید، اما این که شما قبل از آن قیام نکنید اون را نمیگوید. بینندگان محترم، این کلام کلام درستی نیست. شما اگر حدیث را ببینید از اول تا آخر حرف در کلامه، حرف در قیام کردنه. امام علیه السلام شیعیان را اینجوری توبیخ، بله توبیخ که نه، موعظه خیلی شدید قریب به توبیخ میکنن، قریب به توبیخ که شما به حال خودتان بیندیشید. دو زندگی ندارید، یک زندگی دارید. اینطوری نیست که یک بار خودتان را به کشتن بدهید بار دوم بتوانید درست زندگی بکنید. کسانی که میان بیایید با ما قیام بکنید اونها چه کسانی هستند؟ همه اینها حرف در قیامه و اون وقت در آخرش میگوید که کفاکم بالسفیانی علامه. این خیلی واضح و روشنه که امام علیه السلام درست میفرماید که امام زمان علیه السلام در آخر زمان ظهور میکنند و علامت ظهورشان سفیانی هست. اما در عین حال این که منع میکنند از اینکه شما قیام بکنید تا زمانی که سفیانی ظهور میکنه، اون هم از این حدیث ظاهره. بالخصوص این که این حدیث در کنار اون احادیث دیگر که صریح در اون مدعا و نص در اون مدعا هست، اونها هم آمده. بینندگان محترم، آقای منتظری در کتاب دراسات فی البلاية الفقیه این حدیث را آورده و اصلا این حرفایی که ما گفتیم اینها را مطرح نکرده تا جواب بدهد. بینندگان محترم، این کتاب دراسات فی البلاية الفقیه نوشته آقای منتظری، سماحة الفقیه المجاهد منتظری. در این کتاب بینندگان عزیز، این مجلد اولی این کتاب، در صفحه 205 این کتاب ایشان یک بابی منعقد کرده فی ذکر الاخبار التي توهم ربما وجوب السکوت فی قبال الجنایات و مظالم الاعداء فی عصر الغیبه و عدم التدخل فی شؤون السیاسه و حکومت و اقامت الدوله العادله. آقای منتظری اولین را برای شما بگم، در کتاب خودش استدلالی برای انقلاب نکرده، یعنی من خیلی توقع داشتم از ایشان که ایشان اصل مشروعیت انقلاب آن را از دیدگاه فقه
مورد بررسی قرار داده. انقلاب این چیز و این حرفا هم که گفته ایشان در سالهای 60 هجری شمسی، اون زمان اوائل انقلاب بود. ظاهرا اون زمان اینا انقلاب را یک امر مسلمی و مفروغ عنه و یک امر که کاملا صحیح پیش خود پنداشته بودند که در این اصلا در مشروعیتش اصلا خدشه ای نبوده، لذا اصلا سعی نکرده که اصل قیام و اصل خروج را مطرح بکند. این ایشان فقط اینو میگه که دولت اسلامی باید باشه. دولت اسلامی بله چرا لازم هست و این امور را مطرح کرده، اما این که شما خب دولت باید باشد، دولت اسلامی باید باشد، اون یگانه راهش که قیام کردن نیست. شما این روش خاص که قیام و انقلاب باشد برای اون هیچ گونه استدلالی نکرده. و اون ادله هم که برای این که دولت باید باشد، اونها هم ادله خیلی ناقص و بله اغلب اونها من درآوردی. علی کل حال بینندگان محترم، در اینجا ایشان در این باب میگوید که من در این باب میخواهم ادله را ذکر بکنم که ربما توهمو، این ادله باعث وهم یعنی باعث نافهمی، وهم یعنی نافهمی، باعث نافهمی عده از علما شده که اینا فکر کرده شما در برابر ظلم ظالمین باید سکوت بکنید و دخالت در امور سیاست نکنید و اقامه دوله عادله این حرامه. در حالی که علما راستین این را نگفتن که شما در برابر ظلم ظالمین سکوت بکنید، خروج را منع کردن، قیام را منع کردن، اما سکوت و قیام بین اینها بله اینها نقیزان نیستن که اینها در برابر اگر یکی نبود دیگری حتما هست. انسان علماء ما در برابر ظلم ظالمین ساکت نبودند، اما در عین حال قیام نکردند. و روایت اول را که آورده همین روایت است، صحیحت عیس بن قاسم سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول علیکم بتقوی الله تا آخر این حدیث و کفاکم بالسفیانی علامه. اقول الصحيحة لا تدل على عدم وجوب الدفاع وعدم جواز الخروج. میگوید که این حدیث صحیح دلالت ندارد بر عدم وجوب دفاع و عدم جواز خروج. این آقای منتظری هم بله حالا دیگر من گفتم خدمت شما بینندگان محترم که علم در اعصار گذشته خیلی آبکی شده بین علماء شیعه. یکی مقوله دفاع هست، جهاد دفاعی او جایز هست، جهاد دفاعی یعنی کسی حمله کرده میخواد اهل یک قریه را همگی اینا را نابود بکنه. اهل اون قریه لازم نیست که نائب منصوب از امام عصر علیه السلام برای جهاد اونجا باشد و اونها اذن جهاد بدهد. اونجا میتوانند بلکه در شرایط شاید واجب باشد از خودشان دفاع بکنند و اون ظالمین را دفع بکنند. و این در کتاب های فقهی ما آمده، مسئله جواب حدیث خیلی واضح و روشنه که ما حدیث اصلا در باب بیان دفاع یا عدم دفاع نیست که اگر کسی به شما حمله کرد شما دفاع میکنید یا نمیکنید. دفاع کردن بله اون علماء ما ذکر کردن در کتب خودشان، گفتن او اشکالی ندارد در اونجا محمده که اونجا نیت جهاد نکنن، نیت جهاد نه نیت دفاع، همین قدر که این بلا از ما دفع بشود. و برای همین هست که در کتاب های ما رباط مرابطه یعنی این که انسان نگهبان تعیین بکند، نگهبان داشته باشد، مردم یک شهری، مردم قریه‌ای، آدم برود مستحب مثلا نگهبانی بکند از مردم اونجا که یک کفار حمله نکند، اینا جایزه، اما این جهاد نیست. جهاد حکم خاص خودش را دارد. شما کافر کفار میخواد حمله بکند، در اونجا بینشین نگاه بکن که کسی نیاد بر این قریه حمله بکند، بر اهل این جا حمله بکند و اگر آمد اونها را دفع بکنه، این اشکال ندارد. اما خب این که ایشان میگوید از صحیح لا تدل على عدم وجوب الدفاع، این اجنبی اصلا از مطلب. و عدم جواز الخروج میفرماید که میگوید آقای منتظری که این حدیث دلالت بر جواز خروج ندارد، بل تدل على ان الداعی الى الخروج قد تكون دعوته باطله بأن يدعو إلى نفسه مثلا مع عدم استحقاقه لما يدعي كمن يدعي المهدوية مثلا كذبا، وقد تكون دعوته حقا كدعوة زيد بن علي بن الحسين عليهما السلام مثلا.
ایشان می‌فرماید که بینندگان عزیز، این حدیث دلالت داره فقط بر این که جائز نیست مردم قیام بکنند در اون صورتی که اون صاحب قیام دعوتش دعوت باطل باشد. کسی آمده ادعای مهدویت کرده، مانند نفس زکیه محمد ابن عبدالله الارقط ادعای این امر را داشت، یا عیسی ابن زید، یا خدمت شما عرض بکنم ابراهیم ابن عبدالله، یا ابراهیم ابن طباطبا، بقیه اینا کسانی که قیام کردن، اینها چون مدعی یک دعوت اینها باطل بود و اینها انسانهای فاسد العقیده بودن، لذا قیام اینها باطل بود و الا اصل قیام را حرمتش را ثابت نمی کنند. ما جواب اون را دادیم که آقای منتظری حدیث را تا آخر بخوان، تو اون قسمت اولش را خواندی، قسمت آخرش را اصلا آقای منتظری نپرداخته، که اونجا فرموده که وکفاکم بسفیانی علامه، که تا اون زمان بله شما در خانه هاتان بمانید، ماه رجب را هم بمانید، ماه شعبان را هم بمانید، ماه رمضان را هم بمانید. خیلی واضح و روشنه که شما تا اون کسی که باید او را نصرت بکنید، اون همون کسیه که تمام فرزندان حضرت زهرا سلام الله علیها با ایشان اجتماع میکنن. بله این خیلی واضح و روشنه که تا اون زمان منع قیامه، شما چطور میگید که این دلالت بر اون نداره؟ اصلا خیلی واضح اون مطلب را میرسن آقای منتظری، خب حدیث را تا آخرش باید میخوندی. و کیف کان فالصحیحه تمضی قیام الزید و تدل على جواز القیام للدفاع عن الحق. میگن که نه این حدیث صحیح، بله دلالت دارد که قیام الزید قیام درستی بوده و بله جواز القیام للدفاع عن الحق، قیام جائز است برای دفاع از حق، در حالی که اینطوری نیست بینندگان عزیز، حدیث بر آن دلالت ندارد. حالا شما بینندگان محترم، اون عده شما که اهل مطالعه هستید، با تأمل حدیث را بخوانید و کتاب های ترجمه کافی هم شاید در اختصاصتان باشه، اونها را مطالعه بکنید، ببینید که حدیث آیا دلالت بر آن دارد یا ندارد. بله بله ایشان میگوید و کان عالما و کان صدوقا، اشاره الى صلاحيته لان يكون اميرا في الثوره الحقه بحسب علمه وعمله، ولا خصوصيه لزيد قطعا، وانما الملاك هدفه في قيامه وصلاحيته لذلك، فالقيام لنقض الحكومه الفاسده الجائره مع اعداد مقدماته جائز بل واجب، ولو ظفر زيد لوفى بما دعا إليه من إرجاع الحكومة إلى المرضي من آل محمد عليهم السلام كما نطق به الخبر. بله ایشان اینجا آمده حالا میگوید که اینجا که فرموده که زید کان عالما و صدوقا، زید عالم بود و راستگو بود، این دلالت داره که امام صادق علیه السلام زید را برای رهبری قیام صالح و لایق میدانسته و قیام او مورد تأیید امام علیه السلام بوده. خب ایشان این حرفای آقای منتظری حرفای بیدلیلی هست، در هیچ حدیث صحیح ثابت نشده که قیام زید مورد تأیید بوده، بلکه در احادیث صحیحه قیام زید مورد منع ائمه علیهم السلام بوده. آقای منتظری باید تحقیقت را خوب انجام میدادی تا این حرفای اباطیل را اینجا نمیگفتی و بعدت خودت هم که چوب ولایت فقیه را خوب محکم خوردی و جناب آقای منتظری خودت اول اینجا که دراسات ولایت فقیه نوشتی و آخر حیاتت خودت گفتی که ولایت فقیه شرک. دوستان عزیز بیننده، در اواخر زندگی خود آقای ولایت منتظری خودش در یکی از مصاحبه های خود گفت ولایت فقیه به این معنایی که آقای میگن اصلا شرک بالله هست. خب بینندگان محترم، این حدیث را دیدید و این حدیث وجه دلالت آن برای شما واضح و روشن شد. حدیث دوم بر از ادله منع قیام و منع انقلاب و منع خیزش بر علیه سلطان جائر، این کتاب روزه کافی نوشته مرحوم کلینی رضوان الله تبارک و تعالی علیه، جزء ثامن صفحه 264 حدیث 382. روایت دوستان عزیز بیننده مرفوع، علی ابن ابراهیم قمی، که خدمت شما عرض کردیم علی ابن ابراهیم قمی، علی ابن ابراهیم ابن هاشم از اجله مشایخ حدیث شیعه هستند. از پدرش روایت میکند، پدرش بینندگان عزیز
ابراهیم ابن حاشم قمی ثقه و جلیل و خیلی از بزرگان شیعه هستند. عن حماد ابن عیسی، حماد ابن عیسی جهنی امامه فقیه امامی جلیل و ثقه و از اصحاب اجماع هستند، اصحاب اجماع هستند و ایشان خودش از اصحاب امام صادق و امام کاظم علیه الصلاه و السلام بوده. حماد ابن عیسی خودش از اصحاب امام صادق علیه السلام و اصحاب امام کاظم علیه السلام بوده. عن ربعی و ایشان روایت میکنند از ربعی، ربعی دوستان عزیز، ربعی ابن عبدالله ابن الجارود العبدی البصری هست و ایشان هم از اصحاب امام صادق علیه السلام و امام کاظم علیه الصلاه و السلام می باشد. رفعه عن علی ابن الحسین علیه الصلاه و السلام، رفعه یعنی ایشان روایت کرده از امام زین العابدین علیه الصلاه و السلام. و حدیث در اینجا ایشان از کی روایت کرده؟ مرسل هست. و ایشان از چه کسی روایت کرده که او از امام زین العابدین علیه السلام نقل کرده مذکور نیست. این را بله این را مرفوع میگویند، گرچه رفعه عن علی ابن الحسین علیه السلام اصطلاح دقیق آن حدیث مرسل هست، اما خب چون اینجا اصطلاح رفعه آمده میگن حدیث مرفوع. علا کل حال معنا مشخصه. از امام زین العابدین علیه الصلاه و السلام، والله قسم به خدا، لا یخرج واحد منا قبل خروج قائم علیه السلام، اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم و لعن عدوهم، خارج نمی شود هیچ یکی از ما قبل از قیام حضرت ولی عصر علیه السلام الا کان مثله مثل فرخ طار من وکره، مگر این که مثال او مثال جوجهی هست، مثال او مثال جوجهی هست که پرواز کرده از آشیانه خودش، قبل ان یستوی جناحاه، قبل از اینکه دو تا بال او محکم بشود. خب جوجه دو تا بال داره، مثلا بچه گنجشک، این دو تا بال داره، این اگر از آشیانه بپرد قبل از اینکه بالهایش مستقیم بشود و راست بشود و محکم بشود، این تا که بپرد میفتد زمین. مثال اون کسی که از ما قیام میکند، مثال قبل از قیام امام عصر علیه الصلاه و السلام، مثال آن جوجه‌ای هست که از آشیانه خود پریده قبل از اینکه بالهایش قوی بشود و راست بشود. فاخذه الصبيان فعبثوا به، پس اون جوجه را بچه‌های کوچه اطفال میگیرند و با او بازی میکنند. مثال او مثال این واقع میشود. بله مثال آن مثال این هست، یعنی یک کار کاملا هدر، یک کار کاملا بیفایده و یک کاری که ضرر دارد و فایده ندارد و بله باعث این خود باعث و اون کسی که این کار را میکند بازیچه قدرت های بزرگ واقع میشود. بینندگان محترم، که اینجا دو کلامه، اول در سند حدیث و ثانیا در متن حدیث. اما سند حدیث دوستان عزیز بیننده، حماد ابن عیسی اولا که این که در کتاب شریف کافی آمده و میدانید که اغلب علماء شیعه قائل به صحت احادیث کتاب شریف کافی هستند. حالا نگیم، اگر اغلبم نگیم، عده متنابهی از فقها و مجتهدین و جمیع محدثین قائل به صحت تمام احادیث کتاب شریف کافی هستند. درست بعضی از روایات حدیث کافی احتیاج به تأویل دارد و بعضی از آنها صادره به تقیه شده، صادره به علا نحو تقیه صادر شده. این به این معنا نیست که تمام در این روایات و احادیث دروغ هست و ضعیف هست. بینندگان محترم، آیات قرآن کریم هم، بعضی آیات قرآن کریم اونها باید از ظاهرش تأویل بشود تا معنای آن درست باشد، همونطوری که اشعار فارسی هم این چنینه: ز سم سواران در آن پهندشت زمین گشتش و آسمان گشت هشت، ز سم سواران در آن پهندشت زمین گشتش و آسمان گشت هشت. خب این شعر فردوسی هست، این شعر فردوسی هم به خاطر اینکه باید معنای درست اون آدم بفهمه خیلی واضح روشن، زمین شد شش و آسمان گشت هشت،
این معنایش اینه که یعنی خیلی غبار زیاد به آسمان رفت، نه اینکه یک طبقه از زمین تنده شد، زمین شد 6 طبقه، آسمان شد آسمان هفتم، شد آسمان هشتم. بله منظور اون نیست. خب بینندگان محترم، اولا که خیلی نزد خیلی تمام احادیث کتاب شریف کافی صحیحه. ثانیا بینندگان محترم، حماد بن عیسی از اصحاب اجماع هستند و ایشان بله بجز از ثقه از کسی دیگر روایت نمی کنند و ربعی و ایشان خودش از اصحاب امام صادق علیه السلام و امام کاظم علیه السلام هستند. و ربعی بینندگان محترم، ربعی ابن عبدالله بن جارود هم از اصحاب امام کاظم و امام صادق علیه السلام هستند. لذا این دو تا صحابی امام کاظم و امام صادق علیه السلام که این حدیث را روایت کرده اند، بله گرچه اینا روایت نکردن، اون صحابی امام زین العابدین علیه السلام چه کسی بوده اون را ذکر نکردن، این خیلی زیاد ضرری ندارد چون اینها جلیل هستند و بزرگوار هستند. و خدمت شما عرض بکنم با غض نظر از این حدیث به سند دیگر هم آمده و یک حدیث وقتی که با سند دیگر هم میرسد، خب این اون متن حدیث را خیلی تقویه و تایید میکند که این بله که از طریق دیگر هم وارد شده. در کتاب شریف غیبت نعمانی، این کتاب غیبت نعمانی هست بینندگان محترم، ترجمه و متن غیبت نعمانی شیخ عجل ابن ابی زینب محمد ابن ابراهیم ابن جعفر الکاتب النعمانی از علمای قرن چهارم که ایشان معاصر بوده با مرحوم کلینی رضوان الله علیه، که در سال 1387 این کتاب در دارالکتب الاسلامیه چاپ شده. در این کتاب بینندگان عزیز صفحه 284 صفحه 284 باب 11 حدیث 14. حدثنا محمد بن حمام قال حدثنا جعفر بن محمد بن مالك قال حدثني احمد بن علي الجعفي عن محمد بن المثنى عن الحضرمي عن ابيه عن عثمان بن زيد عن جابر عن ابي جعفر محمد بن علي الباقر. از وجود نازنین امام باقر علیه السلام روایت می کنند. بله. مثل خروج القائم منا، اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم و لعن عدوهم، اهل البيتی که خروج رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. نحوه خروج، مثال خروج حضرت ولی عصر علیه السلام، نمونه قیام حضرت ولی عصر علیه السلام، بله مانند خروج حضرت رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم. و مثل من خرج منا اهل البيت علیهم الصلاه والسلام قبل قیام الحجه المنتظر عجل الله تعالی فرجه الشریف، مثل فرخ طار فوقع من وكره فتلاعبت به الصبيان. فتلاعبت به الصبيان. ومثل اون کسی که خارج می شود از ما اهل بیت علیهم الصلاة والسلام قبل از قیام حجت منتظر عجل الله تعالی فرجه الشریف، مانند اون جوجه‌ای هست که پرواز کرده پس افتاده از آشیانه خودش. فتلاعبت به الصبيان، پس با او بچه ها میگیرن، با اون جوجه بازی میکنن، با اون بچه پرنده بازی میکنن، بچه های کوچه. بینندگان محترم، خب این حدیث از این طریق هم وارد شده، لذا این حدیث تقویت میشد، گرچه به ذات خودش این حدیث سندش مرسل هست و اون مقدار ارسال ضرری ندارد. ثانیا از طریق دیگر از امام باقر علیه السلام عین معنا وارد شده و لذا این معنا، این حدیث بله در این متن و این معنا تقویت می شود و انسان اطمینان به صحت این حدیث شریف پیدا می کند. خب حالا وقتی که سند این روایت و صدور آن از ائمه اطهار علیهم الصلاة والسلام از دو طریق برای شما نشان دادیم، که طریق اول آن که در کتاب شریف روضه کافی هست،
طریقی هست که تمام روات آن همگی ثقات هستند. امام زین العابدین علیه السلام می فرماید به خدا قسم خارج نمی شود هیچ کس از ما قبل از قیام امام عصر علیه السلام، مگر اینکه مسئله او مسئله جوجه‌ای باشد که از آشیانه خود پریده قبل از اینکه بالهای او درست بشود. فأخذه الصبيان فعبثوا به، پس بچه ها او را گرفتند با او بازی میکنند. خب بینندگان محترم، این حدیث شریف خیلی واضح و روشنه که امام علیه السلام قسم میخورند و تأکید میکنند که هر کسی که قیام میکند قبل از قیام امام عصر علیه السلام، قیام او مورد رضای ما نیست، مورد تأیید ما نیست. و گرچه ظاهر جملات بینندگان عزیز فقط اخبار کرده از این امر که مثال او مثال آن پرندهی هست که جوجه پرندهی هست که قبل از وقتش پریده و به هلاکت رسیده اینه، اما خب این مثال دلالت میکند بر چی چیز؟ به عدم رضای امام علیه السلام از اینکه کسی قیام بکند قبل از قیام امام عصر علیه السلام. کسی که این کار را میکند یعنی کار او بیفایده، او خودش بازیچه دست قدرت‌های بزرگ قرار می‌گیرد و به خودش ضرر می‌رساند و اون کسانی که با او هستند خب اونا هم دیگر بازیچه دست همون قدرت‌های بزرگ می‌گیرند، با اونها ضرر می‌رسد. لذا عدم رضای ائمه علیهم الصلاة والسلام از این امر خیلی واضح و روشنه. بد نیست که در اینجا بینندگان محترم و قبل از این که من این کلام آقای منتظری را برای شما نشان بدهم که ایشان چی جواب داده، عدم رضای ائمه علیهم السلام، این که آدم شیعه باشد خب حرمت و جواز دلالت دائر مدار چیه بینندگان عزیز؟ حرمت و جواز دائر مدار رضای ائمه اطهار علیهم السلام. اگر یک فعلی را ائمه علیهم السلام راضی بودند که انجام داده شود خب خوبه، اون جایزه. اگر راضی نبودن اون حرامه، اون حرامه بینندگان محترم. پس این کلام که کسی که قیام میکند قبل از قیام حضرت ولی عصر علیه السلام مثال او مثال همچین جوجهی هست که خودش را به هلاکت انداخته، بیفایده و بیز به اون مقصود خود نمیرسد، بینندگان محترم این دلالت بر حرمت قیام میکند، این واضح و روشنه. چون رضای ائمه علیهم السلام اگر در امری بود او یا جایزه یا حرامه، جایزه یا واجبه، و اگر رضای آنها نبود و آنها از اون امر کراهت داشتن او جایز نیست. خب آقای منتظری در کتاب دراساتون فی الولایت الفقیه این را مطرح کرده، این حدیث را آورده و خواست از این جواب بده. این دراساتون فی الولایت الفقیه آقای منتظری در صفحه 222 این کتاب الروایت الثانیه من اخبار الباب، روایت دوم از امون احادیثی که میگوید طلبه ها را به وهم انداخته، علما را گمراه کرده که قیام کردن جایز نیست، میفرماید حدیث دوم اینه: خبر حماد بن عیسی عن ربعی رفعه عن علی بن الحسین علیه الصلاة والسلام، روایت را ذکر کرده. والرواية كما ترى مرفوعة لا اعتبار لها من حيث السند، اللهم إلا أن يقال إن السند إلى حماد صحيح وحماد من أصحاب الإجماع. ميقول أول ببنيت ميقول رواية سند مرفوعة هست مرسل هست، لذا إن قابل احتجاج نيست وقابل حجية نيست. بعد ميقول كنا بعد خودش بشيمان ميشود، اللهم إلا أن يقال، ميقول كنا أما حماد از أصحاب إجماع هست و سند تا حماد درسته و حماد از اصحاب اجماع است و ربعی هم که ثقه هست. بله، لذا این قدر ارسال ضرری ندارد. تازه اون مطرح نمی کنه که این حدیث در کتاب غیبت نعمانی به سند دیگر از امام باقر علیه السلام آمده از طریق جابر بن یزید جعفی، اون را اصلا ذکر نمی کنه آقای منتظری. خب بعد ایشان میگه جواب چیه؟ میگه جواب اینه: ربما يتبادر الى الذهن في هذا السنخ من الاخبار ك
كونها من مختلقات عمال الأمويين والعباسيين لصرف السادة العلويين عن فكرة القيام في قبال مظالمهم. هذا ميك جواب أول ما إينا كيين از دسيسة هاي بني أمية وبني عباس. بگوید چه بسا به ذهن آدم میرسد که این سنخ از اخبار، این سنخ از احادیث چیه؟ مختلقات عمال امویین و عباسیین، اینها بافته شده ها، ساخته شده های جاسوس های بنی امیه و بنی عباس است. خودش میگه که سند صحیح، حمادم از اصحاب اجماع. خب کدام اینا؟ آقای منتظر، خب این دوستان عزیز، این فکر توطئه، نظریه توطئه، این یکی از مشخصات جماعت دجالی هست. آقای منتظری هم که از بله رهبران دجالی بود. اینا اصلا در هر امری که اینا دیدن میگن اینجا این طرف جاسوسه، هر جا چیزی که به مذاق اینا نخورد میگن بله اینجا دسیسه هست، اینجا توطئه هست، این طرف پول گرفت از بنی عباس، طرف پول گرفت از بنی امیه، طرف پول گرفت از امریکا، از اسرائیل، از فرانسه. خود آقای منتظری هم ببین گرفتار شد. خود آقای منتظری هم یک روزگاری رسید، من خودم دیدم که بالای سر بام حسینیه‌اش از اون بلنگوهای بزرگ چند تا نصب کرده بودن، از اونجا شبانه روزی، چند شبانه روز سرودهای انقلابی را پخش میکردن و میگفتن که ما آمدیم این لانه جاسوسی را فتح کردیم. یعنی رفته بودن اونجا در حسینیه آقای منتظری، اونجا چند تا قرآن و مفاتیح الجنان و اینها را آتیش زده بودن این بچه های ذوب شده در ولایت بسیجی های قم. بعد اونجا میگفتن سرودهای انقلابی پخش میکردن، میگفتن ما این لانه جاسوسی را فتح کردیم. و اینجا خیلی جالب بود، این وقت خوب یادم مانده، گفت خیلی از اسانید جاسوسی بس برای حالا امریکا و اسرائیل اونا سر جای خودش، حتی فرانسه، آلمان، چند تا کشور دیگر هم ذکر میکرد، از اینا هم با دست آوردیم، اینا را به زودی پخش میکنیم و بین مردم تقسیم میکنیم. بله نشان میدیم کون اسانید را هیچ وقت نشان ندادن اینا که آقای منتظری جاسوس فرانسه بوده یا اسرائیل بوده. خب بینندگان محترم، ایشان میگه این رد اول من اینه که اینها ساخته و پرداخته عمال بنی امیه و بنی عباس است، که اینها را آورده، این احادیث را در کتب شیعه داخل کرده لصرف سادت العلویین، تا سادات علویین را از فکر قیام در برابر ظلم ها باز دارند، در حالی که شما بینندگان محترم من اون سادت علویین که قیام میکردن اونها اصلا به فکر امام باقر و امام صادق علیه السلام نبودند، اونها اصلا زیدی بودند، اغلب اونها منکر امامت امام باقر و امام صادق علیه السلام بودند، منکر امامت امام کاظم علیه السلام بودند. آقای منتظری تو خود یک کمی مطالعه که میکردی بعد این حرفا را میزدی، اون ساده علویین اونایی که قیام میکردن اونا بله اونا منکر امامت این ائمه علیهم السلام بودن، تا اونا احتیاج به این چنین احادیثی داشته باشه. همین عیسی ابن زید به امام صادق علیه السلام چه توهینی کرده بود؟ خب براتون نشان دادم، حسین ابن علی ابن الحسن ابن حسن المثنا از امام کاظم علیه السلام مطالبه بیعت میکرد که تو بیا با من بیعت کن که تو رعیت منی، تابع منی. او بعد احتیاج داره به حدیث که بگوید که بله قیام کردن با درست نیست تا او بعد اون حدیث را قبول بکنه. او آنا اصلا پیرو ائمه علیهم السلام نبودن، اونا اصلا عقیدتا منحرف بودن، اون انقلابی. این اولا، ثانیا ائمه علیهم السلام اون انقلابین یک نفرش را هم تایید نکرده، که شما میگید که اینا را بنی امیه ساخته، بنی عباس ساخته تا علویین بر علیه ظالمین قیام نکنن. بعد جواب دوم، مضافا الى ان الظاهر من الخبر انه ليس في مقام بيان الحكم الشرعي وان القيام في قبال الباطل جائز ام لا، بل هو اخبار غيبي منه عليه السلام، ومفاده ان الخارج منا اهل البيت عليهم الصلاة والسلام قبل قيام الحجة المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف لا يظفر في النهاية وان ترتب على قيامه اثار مهمة. فما جواب دوم من اینه، منتظری میگوید، میگه منم آخوندم، ملا من بلدم که چطور این روایات را برای راه خودم، رای آخوندی را پیدا بکنم.
میگه جواب من اینه که این خبر یک خبر غیبی رو نگفته که حرامه. زرنگی را میبینید، این را منتظری چی زرنگی میخواد بکنه. میگه حدیث گفته اون کسی که قیام میکند مثالش مثال پرنده است. میگه پرنده از آشانه افتاده پایین، بچه ها باش بازی کرد. خب این یه خبر غیبگویی کرده، امام علیه السلام غیبگویی کرده، اخبار غیبی داره. این که نگفته حرامه. منتظری تو فقیهی، تو مجتهدی. خب فقیه همون کسیه که معاریف کلام ائمه علیهم السلام را بفهمد و استنباط بتاند بکند. تو عمدن خودت اینقدر به نافهمی و نادانی میزنی جناب آقای منتظری. این اخبار، این حدیث شریف ظاهرش تمثیله، مثال کسی که قیام میکند مانند مثال جوجه ای هست که از آشیانه میافتد و بچه ها با او بازی میکند، اما باطنش دلالت دارد بر عدم رضایت امام علیه السلام از اینکه شیعیان خودشان را همچین جوجه بسازن به هلاکت بیندازن. و حرمت و جواز دائر مدار رضای امام علیه السلام، اون چیزی که امام زین العابدین علیه السلام از او راضی باشه، او یا جایز یا مستحب یا واجب، و اون چیزی که از او کراهت داشته باشه او جایز نیست. جایز نیست. و چون این امر به این امر اهمیت قیام هلاکت انسان خودش را هلاک بکنه، اهل خانه‌اش را به هلاکت بیندازه، اون کسانی که با او هستن خون اونها را هدر بدهد، این کراهت امام علیه السلام اینجا دلالت بر حرمت دارد، خیلی واضح و روشن بینندگان عزیز. خب این جواب آقای منتظر روشن شد. بعد میگوید آقای منتظر جواب سوم دارد. کیف ولو کان غرضه علیه السلام التخطئة للخروج قبل قیام الحج علیه السلام لکان تخطئة لقیام ابیه الحسین علیه السلام ایضا. شما نفهمیدی آقای منتظر؟ میگه من ملایم. فکر نکن منتظری ملا نیست. میگه من کتاب شهید جاوید را خواندم و برای آن تقریض نوشتم. شهید جاوید میگه من قیام امام حسین علیه السلام را من مطالعه کردم و بلدم، من برایش اصلا تقریض نوشتم. میگوید اگر امام زین العابدین علیه السلام منظور ایشان و مقصود ایشان تخطئه و نسبت دادن خطاب به هر قیام کننده قبل از قیام امام عصر علیه السلام باشه، خب این امام حسین علیه السلام را هم شامل می شود، هر کسی که قیام بکند قبل از امام عصر علیه السلام. مثالش مثال همچین پرنده ای هست، پس این پدرش را هم شامل می شود، پدرش قیام کرده و پس پدرش هم قیام می شود. خب دوستان عزیز بیننده، این حرف آقای منتظری هم دلالت بر یا می خواد عمدن مردم را گول بزند. و در خیلی جاها من در آثار آقای منتظری دیدم بینندگان محترم که ایشان در اون زمانی که انقلابی بود عمدن هم بعضی جاها که لازم بود، یعنی یک زهرمار از پیش خود قاطی می کرد آقای منتظری، یعنی اینطوری مجتهدی که منصف باشد، تسلیم کلام ائمه علیهم السلام باشد، کلام اونها را استنباط بکند به مردم تحویل بدهد، اونطوری هم نبود. اون زمانی که انقلابی بود تعصب انقلابی او را در بعضی جاها واداشته در این کتابش مثلا که حرفای باطل بزند. خب حالا این از اون قبیل بوده یا عمدن میخواست حرف باطل میخواد بزن آقای منتظری، یا اینکه خب نفهمیده، حالا کل حال جواب این کلام چیه؟ دوستان عزیز ببینید، شما نص کلام امام زین العابدین علیه السلام را بین الروض من الکافی صفحه 264 حدیث 382، امام زین العابدین امام سید الساجدین علیه السلام می فرماید والله لا یخرج واحد منا. امام علیه السلام نفرمود لا، لم یخرج منا. لا یخرج فعل مضارع است، فعل مضارع گذشته را شامل نمی شود آقای منتظر. فعل مضارع حال را شامل می شود، آینده را شامل می شود، ناظر به گذشته نیست. این اولا، این خیلی واضح و روشن. و اما حدیثی که در کتاب غیبت نعمانی بود، دوستان عزیز این غیبت نعمانی نص کلمه اون چی بود؟
بين غيبة النعماني. ومثل من خرج منا أهل البيت عليهم السلام قبل قيام الحجة المنتظر مثل فرخ طار فوقع من بكري. مثال اون کسی که خارج می شود، من خرج منا اهل البيت عليهم السلام قبل قيام الحج عليه الصلاة والسلام. مثال اون کسی که این هم دوستان عزیز بیننده، مثل من خرج منا اهل البيت عليهم الصلاة والسلام، اینجا درش ظاهر آن صيغه ماضی هست، اما معنای آن متعلق به مضارع هست. مثال اون کسی که خارج می شود، بله، حالا گرچه معنای این نص کلمه فعل ماضی هست، اما بله، من خرج منا اهل البيت عليهم الصلاة والسلام قبل قيام الحجة عليه الصلاة والسلام كمثل فرخ طار فوقع من وكره فتلاعبت به الصبيان. این گرچه ظاهرش بینندگان محترم من ماضی هست، اما حقیقت آن مضارع هست. و این بله، حالا اون بحث نحوی این الان در ذهن من نیست، بجا بود که من این را نگاه میکردم و برای شما آمده میکردم که در جاهایی هست که فعل ماضی از معنای ماضی بودن خود خارج میشود و معنای و اون معنای فعل ماضی را ندارد. علا کل حال اون مبحث انشاءالله العزیز بجا هست که من اون را مطرح بکنم در جای خودش و انشاءالله برای شما نشان بدم. اما قضیه لزومی به آن نداریم، قضیه اون چیزی که واضح و آشکار است که امام سید الشهدا علیه السلام بینندگان محترم من اصلا کجای حرکت ایشان قیام بود. شما به من، ما از جماعت دجالیه این را می خواهیم که ببینید حرکات امام حسین علیه السلام در تاریخ مندرجه، روایاتی که از ایشان برای ما ذکر شده و احادیثی که از ایشان به ما رسیده، نامه هایی که ایشان نوشتن، اینا در کتب آمده. از اغلب اینها اسانیدشان اسانید خیلی محکم نیست، مانند اسانید کتاب شریف کافی و غیره، اما روی هم رفته مرحوم سید در لحوف، روایاتی که طبری از ابی مخنف روایت کرده، از جناب ابی مخنف روایت کرده، اینها موجوده، مقاتل موجود هستند. بینندگان محترم کجای حرکت سید الشهدا علیه السلام خروج بر علیه یزید بود؟ ببینید حضرت سید الشهدا علیه السلام با برادرشان امام حسن مجتبی علیه السلام با معاویه صلح کردند و معاویه یک شخصیت خیلی پلیدی بود و ظالم و ستمکر بود و از سال 40 تا سال 60 هجری امام حسین علیه السلام وفادار به این صلح ماندند و حرکت نکرد. سال 60 هجری، در رجب سال 60 هجری، معاویه به جهنم واصل شد. بنی امیه با یزید بیعت کردند. حتی در و این بیعت یزید یک امر ناگهانی نبود. معاویه خودش در حیات خودش مکرر از برای یزید طلب معاویه بیعت کرده بود و بیعت بعضی مردم در حیات معاویه با یزید بیعت کرده بودند. و یزید ولی عهد معاویه بود و مردم در حیات معاویه بارها به امام حسین علیه السلام نامه نوشتند که بیایید قیام بکنید و خروج بکنید بر علیه معاویه. بعد از این که معاویه به جهنم واصل شد، امام حسین علیه السلام در مدینه بودند. یزید به حاکم مدینه نوشت که از امام حسین علیه السلام بیعت بگیر و الا سر او را بزن و الا او را بکش. حضرت سید الشهدا علیه السلام از مدینه بیرون آمدند، چون نمیتونستند در مدینه بمانند. یا با یزید بیعت میکردند یا کشته میشدند. با یزید بیعت اگر میکردند، این نقض معاهده بود برای امام حسین علیه السلام. یعنی اون معاهده ای که با معاویه بود این بود که معاویه اگر از دنیا برود، حکومت به امام حسن مجتبی علیه السلام برسد و بعد از این و اگر امام حسن مجتبی علیه السلام در دنیا نباشد، به برادرش امام حسین علیه السلام تعلق بگیرد. لذا بینندگان محترم من، معاویه که به جهنم واصل شد،
یزید مطالبه بیعت میکند، امام حسین علیه السلام اگر بیعت میکرد اونجا به خاطر اینکه از مدینه خارج نشود و کشته نشود، اولا معلوم نبود ایشان کشته نشود، چون رسول خدا صلی الله علیه و آله خبر داده بود و خود امام حسین علیه السلام مکرر فرمودند که مرا حتما میکشند. اگر بیعت میکرد، خود امام حسین علیه السلام معاهده را نقض کرده بود و خود سید الشهدا علیه السلام به اون تعهد را با معاویه نقض کرده بود و دیگر تمام مردم ایشان را به ملامت میکرد که شما این همه یار و یاور داشتید، چرا عجله‌ای در بیعت کردید؟ لذا امام حسین علیه السلام بدون اینکه سر دعوت بکنه از مردم که بیاید، من میخوام قیام بکنم، من میخوام خروج بکنم بر علیه یزید، من میخوام شمشیر بکشم، سرباز من بشوید، بعد از مدینه به طرف مکه حرکت کرد. از مدینه به طرف مکه که حرکت کرد، این یک حرکت عسکری و نظامی نبود، خروج به معنای قیام نظامی نبود، این فقط از برای اینکه امام حسین علیه السلام در مدینه شهید نشوند و بگذارن زمان بگذرد چه اتفاق می افتد. در مکه مکرمه که آمدند، در اونجا به امام حسین علیه السلام اونجا هم مقدمات قیام را فراهم نکردند، این که مردم را به خود دعوت بکنن، این که بگوین من میخواهم بر علیه یزید بجنگم، بر علیه یزید شمشیر بکشم، ابدا از برای خود. کسی که میخواد قیام بکند، دوستان عزیزی بیننده، خب برای خودش بیعت میگیرد از مردم، برای خودش سلاح جمع میکند، برای خودش سرباز جمع میکند، برای مردم وعده میدهد، از این کارها میکند. سید الشهدا علیه السلام از این حرکات هیچ نکردند و این مردم کوفه بودند که ایشان را دعوت میکردند، نه این که سید الشهدا علیه السلام اونها را دعوت کرده باشه یا مردم بقیه بلاد را دعوت کرده باشه. مردم کوفه، مردم عراق بودن، نامه پشت نامه میفرستادن به سید الشهدا علیه السلام که شما بیایید، ما برای شما کمک میکنیم و ناصر شما هستیم و لشکر شما هستیم. لذا بینندگان عزیز من، شما که میفرمایید قیام کرده سید الشهدا علیه السلام، کدام قیام را میگویید؟ اگر حرکت ایشان خود، بله سفر ایشان از مدینه به مکه هست، این وجه این که حرکت نظامی نبود، این خروج نبود بر علیه یزید. و اون زمانی که در امام حسین علیه السلام در مکه بودند، اون زمان اگر منظورتان باشه، سید الشهدا علیه السلام برای خودشان این کارها را نکردند که از مردم طلب بیعت بکنند، از مردم طلب کمک و نصرت بکنند. بله بعد از این که مردم کوفه زیاد نامه نوشتن، مسلم ابن عقیل را فرستادن که اونجا برو و ببین اوضاع چطور هست، اگر اوضاع خوب بود و از خوب بود برای ما خبر بفرست تا ما حرکت کنیم به سوی کوفه. و مسلم ابن عقیل رفت کوفه و اوضاع را مناسب دید و نامه نوشت و امام علیه السلام را دعوت کرد به سوی کوفه. بعد هم امام حسین علیه السلام در مکه نماندن، چون در اونجا اگر میماندن ترور میشدن و شهید میشدن، چون یزید لشکر بزرگی را فرستاده بود که امام حسین علیه السلام را در حال طواف در اونجا بکشد. بعد امام حسین علیه السلام به طرف کوفه حرکت کرد. اون زمانی که به طرف کوفه حرکت کرد، دیگر امام حسین علیه السلام در دنیا جایی نداشت که برود، یعنی در تمام عالم اگر میخواست برود، تمام دنیا در دست بنی امیه بود، مشارق و مغارب عالم همگی در دست بنی امیه بود. و وقتی که امام حسین علیه السلام با لشکر عمر ابن سعد مواجه شد، امام حسین علیه السلام با اونها را به صلح و به آرامش خواند و با اونها نگفت که من میخوام با شما بجنگم، بلکه ببینید دوستان عزیز بیننده، در اون ملاقاتی که بین عمر بن سعد و بین سید الشهدا علیه السلام واقع شد چه گذشت؟ ابو مخنف اون را روایت کرده و ابو مخنف دو قول را روایت میکند. قول اول را میگوید اجماع محدثین بر این، قول دوم میگوید که این قول یکی از کسانی که به نام سمعان با امام حسین علیه السلام بوده، قول او هست که امام حسین علیه السلام چی گفت با عمر بن سعد. این کتاب تاریخ طبری هست، المعروف به تاریخ الامم والملوک، جزء رابع، تبع مؤسسه العالمین للمطبوعات.
و ایشان بیش روایتش همش از ابی مخنف روایت مقتلش. در اینجا بینندگان عزیز من خدمت شما به عرض برسانم که در عذر میخوام این که تا این مجلد چهارم بعد مجلد چهارم اینو دوستان عزیز، این کتاب تاریخ طبری روایت ابی مخنف، قال ابو مخنف حدثني ابو الجناب عن حاني ابن ثبيت الحضرمي وقد كان شهد قتل الحسين عليه الصلاة والسلام، قال بعث الحسين عليه السلام الى عمر بن سعد عمرو بن قرضه ابن كعب الانصاري ان القني الليل بين عسكري وعسكرك. ملاقات امام حسین علیه السلام با عمر بن سعد که واقع شد، امام حسین علیه السلام در اونجا پیشنهادهایی کرد به عمر بن سعد. بله. قال ابو مخنف و اما ما حدثنا به المجالد ابن سعید و الصعقب ابن زهیر الازدی و غیرهما من المحدثین فهو ما علیه جماعت المحدثین. بله. میگوید روایت مجالد و صعقب و سقعب و غیر اونها از محدثین که بر این قول هست، من گفتم اجماع اشتباه گفتم، جماعتی از محدثین، گروهی از محدثین این قول را گفته اند، اینه که امام حسین علیه السلام پیشنهاد کرد اختار منی خصالا ثلاثه، من به شما سه پیشنهاد میکنم که بین ما و شما باشد. باش به عمر بن سعد گفت اما ان ارجع الى المكان الذي اقبلت منه، بمن راهم را باز کنید از اون جایی که آمدم، از سرزمینی که آمدم اون طرف برگردم، بمن راه بدهید من از مکه آمدم، از مدینه آمدم به سوی حجاز برگردم، و اما ان اضع يدي في يد يزيد بن معاويه فيرى فيما بيني وبينه رايه. در روایت قبلی هم هست اخرج معی الى یزید ابن معاویه و ندع الاسکرین، اینه که بگذار که من خودم با یزید ملاقات بکنم، شما اینجا کشت و کشتار راه نیندازید، بگذارید من با یزید ملاقات بکنم، خودم با یزید صحبت بکنم که یزید چه میخواهد. و اما ان تسیرونی الى ای ثغر من ثغور المسلمین شئتم فاکون رجلا من اهله لی ما لهم و علی ما علیهم، و یا این که به من راه بدهید که من به یکی از مرزها بروم، به یک مناطق دوردست از مناطق مسلمان ها بروم و مانند یک مسلمان عادی اونجا زندگی بکنم، مانند یک فرد عادی و هیچ امتیازی از بقیه نداشته باشم و مانند اونها زندگی بکنم در یکی از مرزهای کشور اسلام و یا در یکی از مناطق دوردست از سرزمین های اسلامی بروم، اونجا زندگی بکنم. قال ابو مخنف گفت فاما عبد الرحمن بن جندب فحدثني عن عقبة بن سمعان، عبد الرحمن بن جندب از عقبة بن سمعان روایت کرد گفت صحبت حسینا سلام الله عليه فخرجت معه من المدينة الى مكة ومن مكة الى العراق ولم افارقه حتى قتل. با عزت سید الشهداء عليه السلام بودم از مدينة تا مكة و از مكة تا عراق و تا هنگام شهادت با امام حسین علیه السلام بودم،
وليس في من مخاطبته الناس كلمته بالمدينة ولا في مكة ولا في الطريق ولا بالعراق ولا في عسكر إلى يوم مقتله إلا وقد سمعتها. ومیگوید من تمام حرفای امام حسین علیه السلام را شنیدم در بین راه، در مکه، در عراق، همه حرفایشان را شنیدم. الا والله ما اعطاهم ما يتذاكر الناس وما يزعمون من ان يضع يده في يد يزيد ابن معاويه. این که بعضی مردم میگوین امام حسین علیه السلام گفته که میخواد با معاویه یزید دیدار بکند، این را دروغ میگویند. این را نگفته امام حسین علیه السلام به عمر بن سعد که بگذارید من با یزید دیدار بکنم، این دروغه. ولا ان يسيروه الى ثغر من ثغور المسلمين. وانا این را گفت که به من راه بدید که من به یکی از مرزهای کشور اسلام برم، این را هم نگفته. ولكنه قال، امام حسین علیه السلام این را گفت، دعوني مرا بگذارید فلی اذهب في هذه الارض العريضه حتى ننظر ما يسير امر الناس. به من مرا بگذارید من بروم در این دنیای بزرگ، در این زمین واسع، یک جای را برم، یک سرزمینی بروم، اون وقت ببینم که مردم چی کار میکنن، دنیا به کدام طرف میرود، دنیا به کدام طرف میرود. قال ابو مخناف، ابو مخناف گفت عمر بن سعد به عبید الله ابن زیاد این را نامه را نوشت، اما عبید الله ابن زیاد قبول نکرد این پیشنهادها را. علا کل حال بینندگان عزیز من، این که امام حسین علیه السلام از مکه به سوی عراق حرکت کرد، اون بینندگان محترم، این به خاطر این نبود که امام حسین علیه السلام خود ایشان خواست ایشان بود، خواهش ایشان این بود که ایشان قیام بکند و بجنگد با یزید ابن معاویه، بلکه این مردم عراق بودند که حجت را بر امام حسین علیه السلام تمام کردند. و همون طوری که بعد از کشته شدن عثمان ابن عفان، مردم مدینه و کسانی که از شورشگران بر علیه عثمان در مدینه آمده بودند، حجت را بر امیرالمؤمنین علیه السلام تمام کردند. گرچه امیرالمؤمنین علیه السلام هیچ میلی به حکومت کردن نداشتند، به ایشان حجت را تمام کردند، اینقدر اصرار کردند که ایشان مجبور شدند حجت را بیعت را بپذیرند و حکومت را بپذیرند. سید الشهدا علیه السلام در مکه میماندند، کشته میشدند. مردم عراق وعده نصرت و وعده کمک و وعده یاری میدهند، حجت را بر سید الشهدا علیه السلام تمام میکنند. نه اینکه سید الشهدا علیه السلام رغبتی در قتال و رغبتی در رویارویی شدن با لشکر یزید و لشکر بنی امیه داشته باشد. حجت به خاطر این تمام می شود، چون وقتی عده زیادی از مردم میگویند که ما به شما وفادار هستیم، شما را کمک میکنیم و شما بیایید احکام خدا را جاری بکنید، و وظیفه امام علیه السلام این است که احکام خدا را جاری بکنند، و گرچه میداند اون مردم وفادار نیستند و بعد دروغ میگویند، حرفشان دروغ از آب در میآید، اگر حرف اونها را اون زمان قبول نکند، اونها حجتشان بر امام علیه السلام هست. بعد وقایع بعد که اتفاق می افتد، مانند واقعی حره اتفاق افتاد و ظلم های بنی امیه بیشتر و شدیدتر می شود، بنی مروان چه کارهایی کردن، همه اینها ملامتش بر عهده چی کس می شود؟ بر عهده امام حسین علیه السلام، که مردم حاضر بودند به رهبری ایشان بنی امیه را ریشکن بکنن، ایشان اونجا سستی از خود نشان داد. لذا بینندگان محترم من، این که میگوین امام حسین علیه السلام قیام کرده، کدام قیام را شما میگویید؟ امام حسین علیه السلام اگر از مدینه حرکت کرده به خاطر این که نخواسته خودش معاهده خود را نقض بکند، اگر در مکه از مکه بیرون آمده چون در مکه شهید میشد، به سوی عراق رفته نه به رغبت خودش رفته، به خاطر این که حجت بر ایشان تمام شده بود، بر حجت بر ایشان تمام شده بود، و ایشان اون زمانی که به سوی عراق رفتن خیلی نصیحت کردن تا جنگ واقع نشود و کشتار واقع نشود، و طبق این روایاتی که نشان دادیم خدمت شما، مطالبه کردن که به ایشان اجازه داده شود که برگردن حضرت سید الشهدا علیه السلام. خطبه سید الشهدا علیه السلام اونطوری که سید ابن طاووس در کتاب شریف اللحوف روایت کرده دوستان عزیز من، در روز عاشورا قبل از قتال، اینه لحوف سید ابن طاووس، قال الراوی، بله، خطبه حضرت سید الشهداء علیه السلام، انشدكم الله هل تعرفونني؟ قالوا اللهم نعم، انت ابن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم وصدقه. انشدكم الله هل تعلمون ان جدي رسول الله صلى الله عليه واله وسلم؟ قالوا اللهم نعم، بله. خلاصه بینندگان عزیز من، در این خطبه که اینجا هست، فبما تستحلون دمی
وأبي عليه السلام الضائد عن الحوض غدا يذود عنه رجالا كما يضاد البعير الصادر على الماء ولواء الحمد في يوم أبي يوم القيامة في يد أبي يوم القيامة. قالوا قد علمنا ذلك كله ونحن غير تاركك حتى تذوق الموت عطشا. سلام الله على سيد الشهداء عليه الصلاة والسلام. در این خطبه هم حضرت سید الشهدا علیه الصلاة والسلام مسالمت میخواهد و جنگ نمیخواهد با اونها. و سید الشهدا علیه الصلاة والسلام سعیشان این است که اینجا جنگ و قتالی واقع نشود. تو اون قوم بودن مخالفین بودن که اونها قتال میخواستن و جنگ میخواستن. و سید الشهدا علیه الصلاة والسلام اون عبید الله ابن زیاد هم نامه ای که به سید الشهدا علیه السلام به عمر بن سعد نوشت این بود که بله طبری هم آورده بینندگان محترم من که سید الشهدا علیه السلام باید اول بیعت بکند بعد من تصمیم دیگر درباره تصمیم نهایی را من خودم میگیرم. اگر بیعت با یزیدم بکنه بعدش هم اینطوری نیست که ما ولش میکنیم، نه، بیعت با یزید هم بکنه باز هم ولش نمیکنیم. اونها به هر حال میخواستن سید الشهدا علیه السلام را به شهادت برسانن. لذا بینندگان عزیز من این که گفته می شود سید الشهدا علیه السلام انقلاب کرد، قیام کرد، خروج کرد، این کلام کلام دقیقی نیست و کلام صحیحی نیست. سید الشهدا علیه السلام حرکت ایشان از مدینه به مکه از برای این بود که در مدینه فورا کشتنشان، مکه بروند ببینند اوضاع به کدام طرف می رود، دنیا چه واقع می شود. گرچه به علم امامت می دانستند که بالاخره ایشان در عراق و در سرزمین کربلا شهید می شوند. از مکه حرکت کردن چون دیگر در عالم جایی نداشتن سید الشهدا علیه السلام، غریب بودن، بیکس بودن، در مکه شهید می شدن، دیگر عالم هیچ جایی هم نداشتن مگر اینکه به سوی عراق برمن. سوی عراق هم که آمدن اونجا امام سید الشهدا علیه السلام بله سعیشان این بود که نه خودشان شهید بشود و نه اهل بیتشان شهید بشود، اما جانب مقابل قبول نداشتن و مصمم بودن بر اینکه انتقام کشته شدگان بدر و احد را بگیرن. ولی نامه عمر بن سعد، نامه چند نامه دارد عبید الله بن زیاد ملعون به عمر بن سعد. از جمله نامه هایش همینه که باید امام سید الشهدا علیه السلام بیعت بکند و بعد از بیعت بازم ولش نمیکنه. خب بینندگان محترم، لذا این کلام آقای منتظری که اگر امام زین العابدین علیه السلام فرموده اند، مثال اون کسی که خروج میکند قبل از قیام حضرت ولی عصر علیه السلام، مانند پریدن اون جوجهی هست که از بالا خودش را میاندازد و بچه ها او را میگرند و با او بازی میکنند، این بینندگان محترم من ایشون میگوید اگر این تقطعه باشد از برای هر قیام کننده ای تقطعه است از برای پدر بزرگوارشان سید الشهدا علیه السلام. سید الشهدا علیه السلام به اون معنایی که آقای منتظری میگوین قیام نکرده بود. سید الشهدا علیه السلام در مدینه نمیتونست بماند، در مکه نمیتونست بماند. یک مردم عراق وعده اینو صد دادن، اون طرفم رفت، اونجا هم نمیخواست بجنگه. سید الشهدا علیه السلام بر اونها صلح عرض کرد، اونها قبول نکردن، اونها قبول نکردن. لذا کجا این قیام هست آقای منتظری؟ سید الشهدا علیه السلام راه ها را از او بر او بستن از هر طرف و هیچ راهی نگذاشتن برای ایشان مگر اینکه ایشان و اولاد ایشان و اصحاب ایشان قتل عام بشود و این را عبید الله ابن زیاد میخواست. لذا اون کار سید الشهدا علیه السلام اون را قیام نام نهادن و اصلا کار اشتباهیه. در کجا سید الشهدا علیه السلام برای خودشان جمع سلاح کردن؟ اون زمانی که معاویه زنده بود خب معلوم بود پیر شده میمیرد،
و خودش برای یزید از مردم بیعت می گرفت. آیا اون زمان سید الشهدا علیه السلام برای خودش لشکری سپاهی برای خودش از این که اسلحه جمع بکند برای مردم را آماده بکند برای قیام بر علیه معاویه و یزید؟ ابدا هیچ چیزی نیامده. اون زمانی که از مدینه خارج شدن آیا کاری کردن چیزی با خود حرکت از مردم مثلا طلب نصرت کردن؟ ابدا. اون زمانی که مکه بودن ابدا. بله خب کجا این قیامه؟ اون کسی که این قیام میکند انقلاب میکند او بله حرکاتش معلومه، کارهایش معلومه و او برای خودش لشکر جمع میکند، برای خودش سلاح جمع میکند، از مردم بیعت میگیرد الی ما شاء الله. سید الشهدا علیه السلام که در این کارها را نداشتن سید الشهدا علیه السلام. لذا بینندگان محترم من بله کلام دوم از جواب دیگر آقای منتصری هم جواب خیلی باطلیه. آقای منتظری بعد دوستان عزیز میگوید که این همون دراسات ولایت فقیه مجلد اول صفحه 223 و على ای حال فالخبر على فرض صدوره مربوط بخرج بخروج الائمه علیهم السلام او خروج اهل البيت و انهم لا يفرون ظفرا نهائيا فلا يجوز ان يستدل به على السكوت منا وعدم الدفاع عن الاسلام والمسلمين في قبال هجمه الكفار وعمالهم اذا تحققت الشرائط وظن النجاح وأدل الأشياء على إمكان شيء وقوعه وقد نجحت الثورة الإسلامية في إيران بقيادة أحد من سلالة أهل البيت المطلع في العلوم الإسلامية. ميقول على أي حال إن حديث برفرض صدور عن مربوط هست بخروج أئمة عليهم الصلاة والسلام أو خروج أهل البيت عليهم السلام وإن كأنها ببيروزي النهائي نميرسن. حدیث نمیگه به پیروزی نهایی نمیرسن، حدیث میفرماید که اصلا مانند بچه‌ی جوجه پرنده‌ای که از آشیانه میفتد بچه‌ها با او بازی میکنند، آلت بازی دست اونها قرار میگیرد. بله میشود. فلا یجوز ان یستدل به علی السکوت منا و عدم الدفاع عن الاسلام والمسلمین. پس این میگه کسی این جایز نیست که کسی استدلال بکند با این حدیث بر این که واجب است ما سکوت بکنیم و دفاع نکنیم از اسلام و مسلمین در برابر حمله کفار و دستیاران کفار هنگامی که شرایط این دفاع میسر باشد و پیروزی را ما گمانش را داشته باشیم. اولا آقای منتظری، ما کسی نگفته که این حدیث دلالت بر سکوت دارد در برابر کفار. ما سکوت که نگفتیم، فرق بین این که آدم قیام نکنه با سکوت بله بعد ساکت باشد. شما در برابر ظلم ظالمین میتونید امر معروف و نهی از منکر بکنید، تبلیغ بکنی، حرف بزنی، کلام در خروجت، کلام در قیام و انقلابت، آن ممنوع است. حدیث شریف خیلی واضحه، میگه ایشان میفرماید جائز نیست که با این حدیث کسی استدلال بکند بر این که در برابر ظلم ظالمین شما خروج نکنید. دفاع بله، دفاع چیز دیگریه. دفاع این که یک کافری آمده میخواد که مسلمانای منطقه را قتل عام بکنه، اونجا دفع کردن اون به همون مقدار دفع که دیگر اونا قتل عام نتوانند، اون لازم، اون جائزه. حدیث هم در بیان منع اون نیست و کسی به این حدیث استدلال نکرده برای منع دفاع. اما حدیث برای عدم جواز قیام خیلی واضح و روشن آقای منتظری. وقتی که امام معصوم علیه السلام میفرماید کسی که قیام میکند مثالش مثال همچین جوجه‌ای هست، شما چطور میگید که این حدیث دلالت نداره؟ بعد میفرماید که ادل الاشیاء علی امکان شیء وقوعه. میگوید که حدیث میگوید که بله کسی که قیام بکند مثال او مثال جوجه‌ای هست که از بام افتاده و بچه ها با او بازی میکنن. میگه این حدیث، ببینید میگه این حدیث انقلاب ما را شامل نمیشود. چرا؟ میگه ببین عدل و شیء علی الامکان وقوع الشیء. بله ما انقلاب کردیم و پیروز هم شدیم و کسی با ما بازی هم نکرده. میگوید
ثوره اسلامی در ایران، انقلاب اسلامی در ایران به رهبری یکی از کسانی که از نسل اهل بیت علیهم السلام هستند، یعنی آقای خمینی، المطلع فی علوم اسلامیه، که خیلی عالم هست در علوم اسلامیه، این انقلاب در ایران به پیروزی رسیده. این انقلاب در پیروزی رسیده. پس اینطوری نیست که هر کسی قیام بکند ای آقای منتظری کجایی، حجب خوب چوبش رام خوردی. میگه اینطوری نیست که هر کسی قیام بکند مانند جوجه باشد. نه، مانند جوجه نیست، ما انقلاب کردیم، پیروز هم شدیم. بله، کلام امام زین العابدین علیه السلام، هر کسی قیام بکند قبل از قیام حضرت ولی عصر علیه السلام، مسئله او مسئله جوجه ای هست که از پرنده از آشیانه می افتد و بچه ها با او بازی می کنند. بینندگان محترم من، این تمثیل به وجوه متعدد می تانه برای ما مورد استدلال قرار بگیره، و این وجوه همگیش در انقلاب ایران تحقق یافته. یکی این که بینندگان عزیز من، اینها انسانهایی هستند، کسانی که کارها را میکنند اینها انسانهای نادان در دین هستند و انسانهای با عدم شناخت و معرفت از دین این کار را میکنند. ما کسانی که قیام میکنند، مثال اینها مثال جوجه ای هست که قبل از اینکه بالهایش درست بشود پرواز میکنند. خب انسان‌هایی که نادان در دین باشند، معرفت درست از امامت نداشته باشند، معرفت درست از احکام دین نداشته باشند، اونها انقلاب میکنند. خب همین واقعا همین اتفاق افتاده. اون کسانی که واقعا فقیه بودند، اون کسانی که واقعا اهل اطلاع در دین بودند، اونها نسبت به آقای خمینی مخالف بودند و آقای خمینی از اونها خیلی نالیده در آثار خود و در کلمات خود که این علماء مرتجع، این علماء نادان، این علماء بله درباری، و اونها بسیاری از اونها در حد استادی آقای خمینی بودن، مانند مرحوم آیت الله سید احمد خونساری. این اولا بینندگان عزیز، و عموم کسانی که طرفدار آقای خمینی هم بودن همین کسانی بودن که اصلا خبر نداشتن دین در اینجا حکم دین چیه، فقط همینا فکر میکردن که اینجا شیعه پیروز میشود و مجتهد شیعه اینجا رهبر ما شده، شاه بیرون میرود، به این خاطر خوش بودن. وجه دوم این تمثیل بینندگان عزیز من، مثال کسانی که قیام میکنند قبل از قیام حضرت ولی عصر علیه السلام، مانند جوجه‌ای هست که قبل از اینکه بالهایش درست بشود پرواز میکند و از آشیانه میفتد و بچه ها با او بازی میکنند، که اینها اون مقصود و هدفی که دارند به اون مقصود و هدف اصلا نمیرسند. خب اون کسانی که انقلاب کردن، آقای خمینی اون وعده ها را که میداد قبل از انقلاب، اون وعده ها چی بود بینندگان عزیز؟ وعده ها چی بود؟ استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی، اینکه کشور مستقل باشد، بله، مردم آزاد باشند در کارهای امورشان و اینجا یک نظام اسلامی حاکم باشند و احکام اسلام جاری بشود و فقر از بین برود و حوزه های علمیه آزاد باشند، مستقل باشند از دولت و مرجعیت شیعه مستقل باشد از دولت، بله، و هیچ کدام از اون وعده ها محقق نشد. و وعده های خیلی دیگری که آقای خمینی میداد، که این که مردم مثلا مردم با اسلام اصیل آشنا بشوند، تشیع در دنیا به صورت درست معرفی بشود، این همه وعده هایی که هیچ بل عکس اونها متحقق شد. تمام وعده هایی که آقای خمینی میداد و انقلابیون عصر ایران میدادن عکس آن متحقق شد و درست مخالف آن محقق شد به این زمانی که ما حالا هستیم، اون را میبینیم و کسانی که داخل ایران هستن و از نزدیک اطلاع دارن، اونها این مسائل را بهتر میفهمند. بله، از جمله اموری که این میفرماید، کسانی که قیام کردند مانند جوجه هایی هستند که از آشیانه میفتند و بچه ها با او بازی میکنند، این از بینندگان عزیز، کسانی که با آقای خمینی انقلاب کردند، کسانی که با آقای خمینی انقلاب کردند، واقعا همه اونها چوبهای خیلی محکمی خوردند. یعنی همه اونها بله با اون، نه تنها با اون مقاصد، اغلب اونها اینطوری با اون مقاصد خود نرسیدند، بلکه بازیچه دست دیگران و آلت دست دیگران شدند. یاران نزدیک آقای خمینی هیچ کدامش حالا در انقلاب نیست، یاران نزدیک آقای خمینی همه اونها مطروده
و امی اونها کنار زده شدند و تمام کسانی که در این انقلاب سعی کردن و کار کردن و زحمت کشیدن، اونها هر کس هر فرد بازیچه دست قدرت بالاتر خود قرار گرفت، بازیچه قدرت دست بالاتر خود و دست قویتر از خود قرار گرفت. خود کسانی که در سطح پایین بودند اونها با همون طوری که امام علیه السلام فرمود کسانی که قبل از امام زمان علیه السلام قیام میکنند مانند اون جوجه پرنده هستند که از آشیانه میفتد و بچه‌ها با او بازی میکنند. قطعا همین طور دوستان که تمام کسانی که در انقلاب سهم جستند به اندازه سهمشان در انقلاب بازیچه قدرت‌های بالاتر قرار گرفت. کسانی که در حد مثلا بسیجی و اینها بودند بازیچه قدرت‌های بالاتر، اون کسانی که در حد فرماندهی هستند یا روحانیون پایین درجه نظام هستند اونها بازیچه قدرت‌های بالاتر، تا اینکه میرسه به خود آقای خمینی. آقای خمینی خودشه بعد تمام رهبری ایشان و جنگ ایشان بازیچه دست قدرت‌های بزرگ بود. این 8 سال جنگی که ایشان با عراق کرد این چیزی نبود جز از اینکه یک بازیچه بود، یک مورد بازی قرار گرفته بود بین قدرت‌های بزرگ که امریکا و شوروی به مقاصد خود می‌رسیدند به خاطر اینکه آقای خمینی اینجا می‌خواهد بجنگد. و آقای خامنه‌ای هم فعلا خود او چیزی نیست بجز از یک بازیچه در دست قدرت‌های بزرگ که چین و امریکا و دیگر قدرت‌ها او را در برابر چین و روسیه و بعضی از قدرت‌های دیگر از او استفاده می‌کنند به خاطر مقاصد خودشان در منطقه. و خود نظام هم اینطور یک بازیچه قرار واقع شده در برابر دیگران. بله، علی کل حال بینندگان عزیز من، این حدیث شریف آقای منتظری میگوید که نه، درباره انقلاب ما صادق نیست. این حدیث شریف اولا بینندگان محترم من عدم رضایت ائمه علیهم السلام را از قیام میرساند و از انقلاب میرساند و این حرمت را میرساند. و حدیث شریف بله جمیع رجالش همگیشان ثقات هستند. این اولا. ثانیا این حدیث شریف بینندگان محترم من در اون طوری که آقای خمینی منتظری میگوید درباره انقلاب ما صادق نیست، خیلی هم صادق. خود همین آقای منتظری که این کلمات را نوشته، دوستان عزیز من ببینید، سبحان الله، عجب عجب روزگار دست داد که آقای منتظری گفت که این کلام امام زین العابدین علیه السلام درباره انقلاب ما صادق نیست، درباره خود آقای منتظری چطور صادق ثابت شد؟ نگاه بکنید دوستان عزیز. و ادل الاشیاء على امکان شیء وقوعه و قد نجحت الثورة الاسلامية في ایران بقيادة احد من السلالة اهل البيت المطلع في العلوم الاسلامية. میگوید که ادل اشیاء، بهترین دلیل برای یک شیء واقع شدن آن هست. بله، امام علیه السلام فرموده هر کسی قیام بکند بازیچه قرار میگیرد. نه، ما بازیچه قرار نگرفتیم اصلا. ما انقلاب ما پیروز شد در ایران به رهبری یک کسی که از سادات هست و از علویین است، منظور آقای خمینی، و او مطلع و خیلی با اطلاع هست در علوم اهل بیت علیه السلام، در علوم اسلامی. این خود آقای منتظری نفر شماره دو بود در این انقلاب، بازیچه دست قرار نگرفت. بله، مانند همون پرندهی که بچه ها او را میگرد با او بازی میکند، خودش را در خانهش بله زندانی کردن، شکنجه کردن و بله امید مرجعیت و حساب کتابش داشت، اون را ازش گرفتن، بیچاره آخر عمر بله بسیار رنج کشید و درد کشید و آخرش هم مرد رفت. و تمام کسانی که با آقای خمینی بودن سرنوشتش تقریبا همچنین بود، همچنین هست که در مانند شبیه آقای منتظری. خب بینندگان، از این دو حدیث خدمت شما تقدیم شد از ادله منع قیام در قبل از ظهور صیحه و سفیانی. حالا احادیث دیگر مانده و در اونجا احادیث صحیح هم هست، انشاءالله در شبهای آینده خدمت شما به عرض میرسانیم و خدمت شما میخوانیم. حالا من تلفن های شما دوستان عزیز خودم را جواب میدهم. خدا به شما سلامتی و عافیت عنایت بکند. سخنرانی من طولانی شد، از شما عذر میخوام. سلام.